سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک داور مرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. سری از بچه‌ها خیلی وقت البته از من خواستن راجع به نفوذی های در درون مشروط خواهان صحبت کنیم. البته من در طول تمام این سالها به صورت خیلی کلی و به صورت خیلی واضح و روشن گفتم، و ولی به اون شکلی که بگیم که بیایم واسش برنامه بذاریم نه، گفتم باشه خیلی خوب. مثل جریان همین مسئله تمامیت ارضی کشور که سه تا برنامه گذاشتم، خیلی هم مورد توجه دوستان قرار گرفت، ممنونم از همتون. و باشه چشم، اجازه بفرمایید که در این رابطه هم گفتگوی داشته باشیم که باید به بخش‌های مختلف تقسیمش بکنیم تا ببینیم که به چه دلیلی یک ملتی پس از 4 دهه
که شاید حد اکثر من اون موقعی که خودم اوایل شروع 57 تو ایران بودم، سال شروع سال 58 عرض کنم 1358، شاید یه 7-8 ماهی طول کشه اگه بخوام خیلی بدبینانه به موضوع نگاه کنم و از سمت شورشیان که به خودشون میگن انقلابیون، شورشی بودن کدوم انقلاب، از سمت شورشیان بخوام به موضوع نگاه بکنم، حد اکثر تا زمان شروع جنگ، یعنی وقتی که خبر به قتل رسیدن خدایگان اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ پخش شد در ایران و دو تا ورق پاره کیهان و اطلاعات که دیگه اشغال شده بود، همونایی که تیت زدن شاه رفت، امام آمد، تیت زدن شاه مرد، که البته بعدها سردبیرانشون و خبرنگارانشون و نویسنده هاشون بردنشون اوین و اونم که فرار کردن اومدن و اینجا به پی سی افتادن خدا رو شکر. به هر حال اون خبر تلخ که در اصل باید نباید می نوشتن، اگه شرف داشتن نباید می نوشتن شاه مرد، باید می نوشتن ایران مرد، جهان مرد، بشریت مرد، کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک مرد، شرف مرد، اینجوری باید تیتر می زدن. شاه مرد، خوشا یه نفر بود و یه انسان رو مرد، خب مرد. حالا مثلا 1359 ایشون به قتل نمی رسید، 10 سال دیگه، نه اصلا 50 سال دیگه، بالاخره آدمیزاده دیگه، ولی با رفتن او ایران رفت، جهان رفت، شرف رفت، همه چی رفت. میهن پرستی در دنیا یک ضربه سنگینی خورد که امروز میبینیم بعد از گذشت 4 دهه یک مرتبه در ایالات متحده امریکا یه پرزیدنت ترامپی میاد که میهن پرستی مرده شده دفن شده رو از زیر خاک بکشه بیرون و حالا رئیس جمهور امریکا رو میکشن به دادگاه که ما همه جورش رو دیده بودیم، این مدل دیگه تو امریکا ندیدیم. تا اونجایی که ما میدونیم هر کس در امریکا از ریاست جمهوری خلع هم اگر بشه و مجبور به کنارگیری بشه مثل پرزیدنت نیکسون تا روزی که زنده است، تازه بعد مرگش، مثل الان میگن پرزیدنت روزولت، پرزیدنت کندی، پرزیدنت جانسون، پرزیدنت روزولت، هنوز یارو دیگه نیست، 100 سال مرده ولی بهش میگن پرزیدنت. بعد این پرزیدنت رو بهش میگن که دونالد ترامپ بردنش دادگاه، داره بدجوری اونجا خودش دفاع میکنه، انگار مثلا دوز بوده. به هر حال با رفتن اون خدای بیبدیل تاریخ ایران و جهان، ملت ایران یه 1-2 ماه بعد که به هر حال هنوز دلمون گرم بود، همه جا هم بود، شایعه بود شاه میاد، حتی مثلا من یادم میگفتن که اعلیحضرت اومده سیستان و بلوچستان، الان تو بلوچستان پاکستانه، اون بچه های اون قدیم میدونن، نسل جوان اینا رو نمیدونه. یا مثلا میگفتن که تیمسار آریانه الان با ارتشش اومده پشت مرزاست تو ترکیه یا تو کردستان، علاوه خودشون تشریف آوردن کیش و مجددا برگشتن. با این شایعات نشادم واقعیت نمیدونم، ولی با این صحبت ها عرض کنم خب دلا گرم بود، همه میگفتیم نه بابا اینا آخوند، اینا نمیمونن. یه لحظه ملت جوگیر شد، ملت رو پالون انداختن رو ملت و تبدیلمون کردن به امت و اینا نمیمونن، اینا میرن، همین اینا میرن، ایران میرن. شاه رو وقتی به قتل رسوندن انگلیس ها و امریکایی ها، حزب دموکرات و چپ جهان، یک مرتبه پشت هممون یخ کرد، یهو همه موندیم. واقعا من که هنوز دانش آموز بودم، دبیرستان میرفتم، با اینکه خب سیاسی نبودم، نه اصلا چیزا رو نمی‌فهمیدم، اصلا سواد من به چیزا نمی‌رسید، عقلم به چیزا نمی‌رسید، ولی وقتی که این خبر دردناک پخش شد توی مملکت و روزنامه هم تو دست به دست میچرخید، من تو همون سن و سال اوائل عنفوان جوانی، اواخر نوجوانی، ترسیدم. اگه یکی هم از من میپرسید که برای چی میترسی، نمیدونستم چی بگم، ولی فقط میترسیدم و حس میکردم که یو همه چی تاریک شد. مثلا انگار که یه مرتبه یکی از بچه محلامون بیاد به من بگه رضا بابات مرد،
خب شوکه می شدم، تو توقع نشم از پدر من ظالمی و بمیره، یه همچین حالتی بهم دست داد. و یادم میاد که رفتم خونه و به مادرم گفتم، مادرم چشاش پر اشک شد و من وحشت رو تو چشم مادرم میدم و بعد که پدرم اومد. و به هر حال مقصود این که اونجا بود که مردم دیگه فهمیدن کار داره وارد مرحله جدی میشه، کار بیخ پیدا کرده. و بعدش هم که عراق هم که منتظر این جریان بود، بهش گفته بودن ما میکشیم تو حمله کن. خمینی هم که اون از روز اول داشت انگولکش میکرد، اون صدام هم بی پدر و مادر دشمن ایران و ایرانی، یادش نرفته بود تا با اون قد و قوارش تا کمر خم شده بود 1975 در الجزیره در برابر خدایگان، و بعد اومد تهران و بازم خم شد و همینطور خم مونده بود یارو. و خیلی دوست داشت تو منطقه بگه که یک نفر از شماها جیگر کرد به این ایرانی‌ها حمله کنه. ارتش هم که زدن مزمحل کرده بودن و کسی نبود دیگه و پدافندی در کار نبود. به هر حال ملت از شروع جنگ گفتم دیگه در خوشبینانه ترین حالتش از نظر شورشیان داخل پرانتز به قول خودشون انقلابیون، مورد شور انقلابتون رو ببرن با اون انقلابیونتون، در بهترین حالتش ملت از سال 59 متوجه شد که عجب کلاه گشادی، یعنی واقعا یک کلاهی به گشادی کره زمین گشادن رو سر ملت ایران. اما این سوال همیشه در ذهن همه ما بوده و هنوزم هست، همه ما، که چطور یه مش روزخان، زیارتنامه خان، جنگیر، فالگیر، صیغه کن، بی سواد، از کوره دهاتای اونور معلوم نیست، پاکستان، افغانستان، عراق، اصلا معلوم نیست اینا از تو چه سوراخی اومدن، این چطوری میاد بعد میگه من وزیر اطلاعاتم، وزیر برقم، و نه از رئیس جمهورم، وزیر چیزم، رئیس مجلسم، نماینده مثلا مردم چه بدونم کاشانم یا تهرانم، این چطور میشه؟ یارو تا دیروز بالا منبر بوجنی شپشو به قول خدایگان، یک مش کرم هایی که در منجلاب فساد هستن، دو تا یک قرونی دو ریال، اون دوزاری که ما تو باجه تلفن مینداختیم دوزار میگرفتن، دو ساعت میمادن چرت پرت میگفتن واسه پدر بزرگ مادر بزرگام، و اونا خورد دیگه، اونا نمیستن بیا ما برن دیسکو که یا برن سینما، تفریحشون این بود یه مدکه بیاد اون بالا بشینه و از رقیه بگه و از سقرا بگه و از نمیدونم فاتی بگه و از امینا، امینا که اصلا ما نمیدونم کیا هستن، خدیجه و نمیدونم اونو فشارش دادن، اونو فلانش کردن، اینا اینا هم خب جوونی نکرده بودن، زندگی مرتبی نداشتن و یاد بچه هاشون رو میدیدن، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ من خاله و دایی و مادر منو میدید یا عمو و عمه رو میدیدن که اینا به هر حال دارن زندگی میکنن، تفریح میکنن، آرایش میکنن، آزادن، هر جور شغل لباس میشن، خب اونا به هر حال انسان بودن دیگه، میگفتن که خب ما ندوسیم این کارا رو بکنیم. و اون خرافات قجر رو اینا هنوز به خودشون داشتن یدک میکشیدن دیگه و میشستن گریه میکردن، در اصل داشتن به حال خودشون، پدر بزرگ مادر بزرگای ما، شاباجی خانوما، داشتن برای حال خودشون گریه میکردن، حاج خانوما، و اینا در این حد بودن این آخوندا. بعد این چطوری میتونه بیاد بهش بگن که حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر هاشمی رفسنجانی برهمانی، بعد مثلا چند سال بهش میگن حضرت آیت الله، مثلا بقول درجه بده من که مثلا که حجت الاسلام چه پخیه که حالا آیت الله مثلا چه پخی باشه، بعد عکس اینو بندازن تو روزنامه مثلا لوموند، تو نشریه اشپیگل، بعد مثلا فرض بفرمایید فلان آمریکایی بیاد و بگه که همون خبرنگاری که با خدایگان گفتگو میکرد میگفت خلیج که علی حضرت زدن تو دهنشون که مگه تو نرفتی مدرسه، اسم اینجا چی بوده تو مدرسه چی خوندی، گفت خلیج فارس، علی حضرت فرمودن که خب دیگه بس بحثی نداریم، اون بی پدر و مادر اومد بود اکبر دزده، بعد میگفتش که اینجا میگن شکنجه از فلان هست، کو کجا میگن شما آدم میفرستین ترور میکنین، مقصود که اون بیاد بشینه با یه آخونده طلبه بیشعور بیسواد نفهم بوجنی یقشه بشو که با فرغون پهن میریخ پای درخت پسته، بعد میگو من باقه پسته دارم، بعد دختر کسافت آشغالش فاش دوسته میگه بابای من باقشو برای انقلاب فروغ بین آموسه بیمدن، مادر کدوم باق، چه باقی، بابا یه باقچم نداشته. به هر حال ملت ایران
به این نتیجه رسید که خب ما باختیم دیگه، بدون تعارف باختیم. و از اون روز میگفتن که خدا اون پدر پسر بیامرزه. حالا دیگه نمیتونن بگن شاه میاد، اون شاه رو به قتل رسونده بودن دیگه CIA و اینتلیجنس سرویس، کشتن علی‌حضرت رو. و اینا همه لو میره، مطمئن باشی. اصلا چی لو میره؟ لو رفته. همون که شاپور علیزاده پهلوی رو به قتل رسوندن، ملت ایران میگفتش که پسرش میاد، پسرش میاد. و دیگه شروع شد، کل جامعه ایران از شمال و جنوب و شرق و غرب و شهر و روستا و نمیدونم هر جا شما میرفتی، در چهره کسی که باهاش صحبت میکردی، کاسب محل، حالا مثلا ما میرفتیم اصفهان با کاسب بازاری اصفهانی، میرفتیم شیراز با شیرازی، میرفتیم رش، نمیدونم تو بازار رش، هر جا ما میرفتیم چهره ها چشم تو چشم که میافتادیم، تو چشم اون من جاوید شاه میخوندم، اونم تو چشم من جاوید شاه میخوند. مشخص بود اون ضد انقلاب، من ضد انقلابم، کدو به هم میدادیم یه جورایی، با یه تیکه‌ای، با یه حرفی. مثلا دور مثال، آقا این کار دستی چنده؟ مثلا تو بازار مثلا مشهد، آقا بس اون موقع قیمت ها همه 400 تومن 400 تک تومنی ها دارم میگم، آقا 250 تومنه. مثلا 250 تومن مثلا واسه یه تیکه منبت کاری، آقا دیگه اون زمان که نیست دیگه، اون موقع خدا بیا مرزتش، موقع 20 تومن و 30 تومن، 20 تا تک تومنی ها، یه جنسی که مثلا 30 40 تومن بود، 50 تومن بود، داره میگه 500 تومن. یا تیکه فرش کوچیک قشنگی که عکس مثلا شاه عباس بود روش، مثلا فرض کنید این 250 تا تک تومنی بود، حالا مثلا میگفت 700 تومن. خیلی اونها 700 تومن. و با چشم هم ما ندا رو میدادیم که لعنت به پدر مادر نداشته، هرچی آخوند خودمون پدر پسر میامرزه. و در نهایت اینو میخوام عرض کنم که ملت ایران اکثریت قریب به اتفاقش هنوزه، اینو نه جنبه تعریف میگم نه جنبه چاخان پاخان میگم، چون اعتبار کلام آدم از بین بره، آدم میشه دوزاری مثل این اراذل و اوباش. ملت در نهایت هنوز منتظر پسر اون خود بیامرز برگرده. و تا امروز هم این ملت هیچ اقدام 100% جدی، یعنی که دیگه بیاد تو خیابون بگه دیگه نمیرم تو خونه، تا پسر اون پدر اون آقا رو ما نیاریم دیگه نمیرم تو خونه، هنوز این ملت به اون نتیجه نرسیده. شاید یکی دو ماه دیگه به اون نتیجه برسه، چون فشار دیگه خدا رو شکر خیلی دیگه داره از حد میگذره. خدا رو شکر، خدا ایشالله گرونتر بکنه. امیدوارم که دلار برسه به مرز یه میلیون تومان بده، یه 50 سنت مثلا بگی، 2 میلیون بده یه دلار بگیری، به امید خدا شاید اینطوری بیاین تو خیاب. به هر حال اما پرسش اساسی اینجاست، خب یه ملتی که به این اشتباه خودش پی برده و رسما هم تو خیابونا شعارشو میده که چه اشتباه کردیم، که انقلاب کردیم، مملکت رو دو دستی تقدیم دزدا کردیم، رضا شاه روحت شاد. آقا رضا شاه روحت شاد یعنی چی؟ شاهنشاه روحت شاد یعنی چی؟ رضا پهلوی این از شعار ملی، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، جاوید شاه و چه و چه و چه. این نشانه نفرت یک ملت از اراذل اوباش، فرقه تبهکار، یه مش جنگیر و فالگیر و تبهکش، و اظهار پشیمانی نسبت به آن طلا و جواهر و اون گوهر گرانبهایی که در دستشون بوده و خواهان بازگشت به اون دورانه. خب از چرا نمیشه؟ بریم نقاشی بچه همون رو نگاه کنیم، یه سری اول به بچه همون بزنیم، بیاییم ببینیم راستراسی چرا نمیشه، یه تکلیفی هم برای خودمون مشروطه‌خواه ها روشن بشه. با این همه ادعایی که میکنیم، تلویزیون های سلطنت طلب لجنجلس، تلویزیون های راستگرای لندنی، خب پس چرا نمیشه؟ جناب مهندس یک، دو و سه رو لطف و محبت بفرمایید که تکلیف بچه هامون یه پیامه و دوتا نقاشیه، نگاه بکنیم و بچه هام زنگ بزنن به ایران آریایی که سنگرمون رو نگه داریم، دست گلتون درد نکنه.
هستم رضای عزیزم، ما فرداد و آرس هستیم از رضایه، از کنار مقبره کوروش کبیر. نوروز باستانی را به شما و اعلیحضرت همایون شاهنشاه سیروس رضاشاه دوم و خاندان ذلیل سلطنت و مادر ایران زمین شهبانو فرح پهلوی خجسته باد عرض می نمایم. یک مقبره ساده ز سنگ ساخته است، بر گنبد و سیم و زرنه پرداخته است، اما عجبا که نام و آوازه او صد لرزه به شیخ و زاهد انداخته است. پاینده ایران، جاوید شاه.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی و آفرین به بچه های عزیز که دیدید پیامم فرستادن از در کنار آرامگاه کوروش بزرگ و خیلی هم عالی، باریکلا، آفرین به بچه ها، همطور هم ادامه بدید، جاوید شما هم یادتون نره که یادتون نمیره دیگه، باریکلا، آفرین، برابرد، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، زنگامیزی های قشنگ، همه چی عالی. اما بریم کارمونو ادامه بدیم. ببینید بچه های عزیز، نوجوانان، جوانان در داخل کشور و عزیزان خارج از کشور، نسل منهدم شده، نابود شده که تا کاملا نابود نشدید باید خودتون رو نجات بدید. هر کشوری در این جهان، هر کشوری، فقیرترین و غنیترین کشورها دارای سازمان‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی هستند و اینها یه مش اطلاعات و ضد اطلاعات رو در جهان پخش میکنن. این طبیعی هم هست. برای حفظ بقای مملکت شما باید دارای یک سازمان بزرگ، یک سازمان متاسفانه، یک سازمان عظیمی باشی که در اون یه مش انسان‌های میهن پرست که از توشون جاسوس نیاد بیرون. البته هر از چنگایی جاسوس هایی هم پیدا میشن به عنوان افراد امنیتی، اطلاعاتی باید در کشورتون باشه که امنیت یه مملکت به دست همین انسان هاست، بمب گذاری نشه، جاسوس بازی نشه و و و. این سازمان های اطلاعاتی و امنیتی در جهان اینها در کشورهای دیگه هم نفوذ میکنن که البته بستگی به نیرومندیشون داره. مثلا روس‌ها بیشک و تردید همین الان شاید 100 تا 1000 تا چه بدونیم حالا یه مقداری جاسوس در امریکا دارن، امریکایی‌ها در روسیه دارن، روس‌ها در انگلیس دارن، انگلیس‌ها در روسیه دارن، انگلیس‌ها در امریکا دارن، امریکایی‌ها در انگلیس دارن، در دستگاه‌های دولتی نفوذ میکنن، تو پلیس نفوذ میکنن، تو ارتش، تو ارگان‌های امنیتی، در وزارتخونه ها، در مجلس، یعنی کسانی که شما میبینید اینا به طور مثال در همین آلمان در دوران ویلی براند یک جاسوس آلمان شرقی تو دفتر خود ویلی براند سالیان سال مشغول به کار بود که وقتی که لو رفت و گنده کار در اومد، خب اینجا مثل امریکا و روسیه برخورد نمی کنن. به ویلی بران گفتن خیلی مؤدبانه استعفاتو بده و برو، دیگه هم هیچ جا نبینیمت، یعنی نه دیگه عضو حزبی باشی نه بری، برو مؤدبانه برو. اونم خب با خدماتی که برای آلمان انجام داده بود. ویلی بران در جنگ جهانی دوم یکی از پارتیزان‌های آلمانی بود که بر علیه هیتلر می‌جنگید، حالا نه به اون شکل به عنوان سرباز، اما به عنوان یک اپوزیسیون خیلی جدی می جنگید و مخفی زندگی میکرد در پاریس، در مثلا فرانسه، اون فرانسه غیر اشغال شده به هر حال. و آلمانی ها مثلا نیرو داشتن تو آلمان شرقی، آلمان شرقی نیرو داشت، به طور که علازه وقتی تشفرم شدن به اینجا به آلمان بار نخست، یک پلیس آلمان شرقی یونیفرم پلیس آلمان غربی رو پوشته، حالا راست یا دروغ داستانی که گفته شده، و او بود که تیراندازی میکنه به سمت اون جوان و اون قتل رو میدازن به گردن ساوای که بعد از 50-60 سال همین 10-15 سال پیش در دوران مرکل صدر اعظم آلمان اومدن و عذرخواهی کردن به خاطر این تهمتی که به ساوای زدن، ولی خب دیگه نوشتارو بعد مرگ سهراب از روز اول هم میدونستن. بگذاریم، جهانیان در ایران نفوذ داره. در زمان شاهنشاه آریامهر افرادی رو به عنوان نفوذی در دستگاه دولتی ایران داشتن. هر از چنگای بعضیشون لو میرفتن، منتها سرستاشو در نمی آوردن که گند بیاد بالا، چون بعد یه کشوری هم افت داره دیگه. مثلا یه مرتبه بیان بگن معاون نخست وزیر 15 سال داره جاسوسی میکنه برای فرانسوی، خب زشته برای یه کشور. ولی مؤدبانه اینا رو پس میزدن، کنار میزدن، خانه نشینشون میکردن و ایشون هم میفهموندن دیگه خفشین. بعضیاشون که دیگه هیچ جوری نمیتونستیم مالکشی بکنیم، مثل یک نظامی بود
عرض کنم به نام مغربی، تیمسار مغربی، که دیگه اینقدر علنی داشت جاسوسی میکرد به نفع روسا و اصلا دیگه میرفت تو سفارت میومد، در یک جاهایی که اشتباه میکنه لو میره و ساواک واسهش کمین میذاره و به هر حال شناسایی شد و اومدن هم خیلی مؤدبانه تو خونهش دستگیرش کردن و بردنش. ولی یه کسایی رو خب دیگه ماسمالی میکردن میذاشتنش کنار اینا، منتها یه سری افرادی اینا اینقدر روشون کار شده بود و اینقدر حرفه‌ای عمل میکردن که تا ثانیه آخر مثل فردوس، مثل قرباغی مولا درزش نمیرفت که این آدم بتونه جاسوس باشه، به طوری که وقتی میرن پیش قرباغی میگن آقا دیگه اعلیحضرت نیست، شما الان فرمانده ارتشی، بذارید ما هواپیمای خمینی رو بزنیم کودتا بکنیم. طبیعتا یه سری هم کشته میشن و این مردمی که با یه پیش اومدن با یه چیش هم میرن تو خونه، مملکت رو بگیریم دستمون. بعد اون به بهانه این که میخواییم بر علیه شاه کودتا بکنید و یه سری متاسفانه عمرایی که زیاد گویا شعورشون شوهر رفته بود و حالا معلومی چی بوده، اسنادی که نیست دیگه، بر اساس دو سه تا ورق پاره که بلندم دستمونه تا بریم مملکتمون بگیریم بعد این اسناد رو بکشیم بریم بیرون. عرض کنم حضورتون خیانت کرد، یعنی در اصل 22 بهمن هنرپیشه اصلیش قرباغی بود که خیانت کرد به ملت ایران و خیلی هم قشنگ با سلام و صلوات از مملکتم بیرونش دادن و بعد اومد اون خارج از کشور. من یادم تو کیهان لندن تیت زد که تیمسار قرباغی به اولیا حضرت گفت، مصاحبه باش کردن، گفت من به اولیا حضرت گفتم که اون موقع که اولیا حضرت در مراکش بودن که اولیا حضرت دستور چیه، آیا شروع به اقدام چیزی بکنه، که اولیا حضرت هم فرمود بودن نه احتیاجی نیست، شما بنز کافی خیلی کمک کردی، دست ننه درد نکنه. به هر حال خب اینا یه سری افراد اینطوری هم دارن. حالا من این زمینه رو گفتم ذهنتون رو آماده اول بکنم که بتونم حرفم رو به شما بزنم. پس از شورش 57 دیگه خبری از ساواک نیست، خبری از نیروهای امنیتی نیست، خبری از نیروهای میهن پرست نیست و اکثرا یا اعدام شدن یا فرار کردن یا زندان شدن، به هر حال نیست دیگه، مملکت متلاشی شده. یک سیستم جدیدی اومده سر کار که این سیستم جدید موفق شده یه سری از افراد قدیم اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش و سازمان اطلاعات امنیت رو جذب خودش بکنه، اونا حاضر به همکاری شدن و حالا به هر دلیلی، من با اون دلایلش کار ندارم، حاضر به همکاری شدن، ترسشون بوده، خوششون میومده، اونا هم جاسوس بودن، چه بدونی، حاضر به همکاری شدن. به علاوه یه عده هم که جدید میاد، رژیم جدید وقتی سر کار میاد، این فرقه تبهکار افرادی رو برای تعلیم دادن میفرسته به آلمان شرقی و کره شمالی و یه مقدار خیلی کم هم جهت ترورهای خارج از کشور میفرسته به کوبا و لیبی. این چهار کشور مرکز تعلیم و به اصطلاح یادگیری همین وزارت اطلاعات و امنیت فرقه تبهکارانه که یه سری مامورین هم میرن اونجا که دستگاه شکنجه میخرن، بتونن تلفونا رو شنود بکنن، گوششون رو به دیوارا بچسبونن، کی چی گفت، چجوری تو مردم نفوذ کنن، شایع پراکنی چطوری بکنن، آدماشون رو کجا بچینن، خارج از کشور چجوری تحت کنترل نگه بدارن اینا. و چون یک حکومت به اصطلاح خودشون انقلابی است، در اصل یک حکومت کودتایی است، خب این میدونه در دل جامعه ایران پایگاه نداره و حکومتی هم که میدونه در دل جامعه پایگاه نداره بیشتر دست دلش میلرزه، بیشتر میترسه، بیشتر باید بکشه، بیشتر باید نیروی امنیتی و ضد اطلاعاتی در دستش باشه، تو دانشگاه، توی بازار، تو کسبه، در بین کارمندان، نظامی ها، در همه جا، حتی در بین خود آخوندها افراد نفوذی بسن که در طول همین 43 سال خیلی از آخوندها رو بی سر صدا سرشون کردن زیر آب. بعضی هاشون که چهرهای معروفی بودن مثل بهشتی، باهنر، طالقانی، منتظری، همون جریان به قول خودشان 72 تن که 720 نفر بودن و تعداد دیگری مطهری، مفتح، اینا کسانی بودن که میدونستن موی دماغ آینده خواهند شد به خاطر اون عقاید و ایدئولوژی احمقانه که داشتن. خب اونا الان فرض کنید به طور مثال 5 سال 6 سال از شورش 57 گذشته،
خب تو دیگه نمیتونی جلو دهن خامنه طالقانی رو بگیری، واسه خودش گنده شده بود. از همون یکی دو سال اول باید تکلیف اینا روشن میشد که توسط همین دستگاه های امنیتی تکلیفشون روشن شد به اسم ترور، که مثلا متحرین رو ترور کردن، مفتر همش دروغ بود. اینا یه گروهی درست کرده بودن، یه گروه چریکی، بعد اینا بهشون دستور دادن امروز بعد اینو بکشن. بعد اونایی که میرفتن اینا رو میکشتن، همونا توسط یه دیگه کشته میشدن. و یه گروهایی هم درست کرده بودن که اینا نفوذی هم در خارج از کشور. اما یه رژیمی وقتی میخواد بمونه، باید اولین کاری که میکنه دست و پای مخالفین خودشو ببره. تکلیف جمهوری اشغالگر اسلامی، تکلیف رژیم دولت شاهنشاهی، تکلیف هر کشوری با کشور خارجی مشخصه. خب دولت شاهنشاهی میدونه انگلیس‌ها، روس‌ها، اعراب، ترک‌ها، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، ژاپنی‌ها، هر همه کشور جهان در ما میخوان نفوذ کنن. خب ما تکلیفمون با کشورهای چیز، کشورهای بیگانه مشخصه. خب حافظ اسد آدماشو میفرستاد به اسم سازمان تروریستی مجاهدین، معمر قذافی آدماشو میفرستاد مثل اون باند صادق قدزاده و نهضت آزادی ها، چین آدمای خودشو داشت مثل ماویسا، مثل همین خان بابا تهرانی ها و بهمن نیرومندا که الان تو آلمانن و چه و چه و چه. و خب تکلیف کنفدراسیون ها مشخص بود، اینا پولشو در خارج از کشور شرکت های نفتی میدادن، اون بی پی، بی پدر و مادر پشتشون ایستاده بود، رویال شل پشتشون ایستاده بود، به هر حال اینا مشخص بود. اما اینکه دولت شاهنشاهی میخواد سر کار بمونه، خب اینم باید یه سری آدم نفوذی بفرسته اون تو، یعنی چند تا مامور اطلاعاتی برن توی کنفدراسیون ببینن اینا کیان، چیان، چی میگن، چی جوریه جریان، بین دانشجویان نفوذ کنن، بین کارمندان نفوذ کنن. ولی از اونجایی که متاسفانه هنوز اوایل کار مملکت بود و ما سازمان اطلاعاتی تو مملکت نداشتیم تا پیش از ورود پهلوی به ایران و به ویژه جریان پهلوی دوم و سازمان اطلاعات و امنیت به نام ساواک ما نداشتیم که امنیت مملکت کنترل داشته باشه، زمان قجرا تا میدیدن یارو یه ذره عوضیه و مثلا میگفتن آقا این جاسوسه، فلکش میکردن و بعد قهوه قجر بهش میدادن و ضرب میدادن تو جونم بخوره. اینطوری بود، امنیتی نبود و سازمان امنیتی نبود در مملکت. بنابراین در دوران پهلوی دوم خب اینا هم چون هنوز آدم ها اینقدر زیاد نبودن، نفرات اینقدر نبود، شما احتیاج داری به یک وزارتخونه عظیمی که طول و عرضش بنزه مملکت باشه، بنزه خاورمیانه باشه، 1,000,000 پرسنل میخوای اینا نفوذ بکنن، برن ببینن تو اعراب، برن تو اوپک نفوذ بکنن ببینن که چرا اینا هر از چنگ و جن سوسه میدونن، تو دولت بس نفوذ بکنن. خب ما هنوز به اون حد نرسیده بودیم، حتی تو روسیه. و خب اینا رو امریکایی ها فهمیدن که سازمان اطلاعات داره به کجا میرسه، بودن بگوشید آقا رو و نذارید ایران یه دفعه مثلا 5-6 سال دیگه سازمان اطلاعات و امنیت ایران بشه CIA، بعد ما هم بریم مثلا تو کنیا یا کودتا بکنیم. چرا نه، حالا که زوره یا حسین دیگه، نه چرا شما فقط این کارو بکنی، چرا ما تو جنگل‌های آسیای جنوب شرقی نفوذ نداشته باشیم، چرا ما با امام موسی صدر نشینیم و بلند شیم؟ خب ما میتونیم هم با امام موسی صدر بلاسیم، هم میتونیم با قذافی ماچ بازی بکنیم، هم میتونیم با مناخم بگیم، چرا نه، ما جلاغیم. چون ملت شوت بود نمیدونست پشت پرده الازاد داره چیکار میکنه، همه میگفتن که چیزه بزرگ شده نفت، بعد جوری بو نفت میاد. نه، همش نفت نبود، نفت و ما چه دلمون میخواست چه نمیخواست، آش کشک که خالمون باید میفروختیم، قیمتش هم اونجوری زیاد نمیتونستیم ببریم بالا چون آخر بودا نمیخریم، امریکا خودش نفت داره، یه سال نفت امریکا رو تو جهان پخش میکردیم، ما مجبور بودیم قیمتو بیاریم پایین، درد نفت نبود، اینا الکی انداختن تو دهن من و تو. بله، بنابراین جریان یه دیگه بود، قرار بود ایران برگره به قدرت، اون قدرتی که در شأن ملت ایران بود، نه اینکه اینجوری حمله کنید برای یه لقمه کیک و فلان اینا. بنابراین فرقه توکان وقتی به قدرت میرسه، اولین کاری که میکنه میاد یه فهرستی میذاره جلوش، میگه من دشمنام کیم، دشمن اول من پهلویه. چرا؟ ما اومدیم اون رژیم رو عوض کردیم، ما اومدیم سلسله پهلوی رو سرنگون کردیم، یه سلسله جدیدی آوردیم به نام سلسله جمهوری اسلامی، اون تو یه جمهوری گشتیم بغلش.
خب اول اونا دشمن ما، چون اونا میخوان بیان مملکت از ما بگیرن، پس اول باید توی اونا نفوذ کنی با علم به این مسئله که پهلوی قجر نیست. پهلوی در دل ملت ایران جا داره، خدمات شایانی داشته، خدمت کرده به ملت. ملت چشش هر جا میگردونه آثار شاهو داره میبینه، از میدون شهیار تا نجات و و چه و و چه و و چه، اون هوای تمیز و اون پیکان نارنجی رنگ و با اون سقف سفیدش و اون درختکاری و اون جوبای پر آب و این و این و هر چی تو داری میبینی، تو داری چهره سیمای خدایگان و رضا شاه بزرگ داری میبینی. خب پس ما باید این ریشه رو قطع کنیم، اما چجوری؟ چقدر بکشیم؟ چقدر اعدام بکنیم؟ چقدر دیگه هروئین بریزیم زود دست باشون؟ چقدر دیگه علاف دادگاهشون بکنیم؟ دعواهای خانوادگی را بندازیم؟ روزی 100 تا 1000 تا طلاق باشه، بچه ها بی سرپرست بشن، زن معتاد بشه، پدر معتاد بشه، خانواده بزن بزن باشه، به مردا بگیم برو 10 تا زن بگیر، به زنا بگیم بزنیدشون روسری سرشون کن. چقدر این بلاها رو سرشون بیاریم؟ تفریح رو ازشون بگیرین، مواد مخدر رو پخش کنید، فوتبالشون رو به لجن بکشین، ورزشکارانشون رو همه رو خانه نشین بکنید، به پیشکسوتاشون بی احترامی بکنید، از هر طبقه چند نفر بیارین اعدام بکنین که بقیه ماسا کیسه بشه و و و و در مملکت هم 2-3 تا سوراخ تو شمال و غرب و شرق باز میذاریم با قاچاقچی های خودمون، هر کی دستش به دهنش میرسه باجم از اونا میگیریم، میگیم برو 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 باز خواب بشو ظرفشور بشو، نمیدونم میخ فروش، رانده تاکسی، چه میدونم تو کارخونه، برو انجا برید بیرون، بمونید اعدام بید یا باید با ما کنار بیاید. خب دیگه ما چقدر این بلا سرشون بیاریم؟ ولی هر چی داریم بلا سر اینا میاریم، اینا بیش داره جواب معکوس میده. ما به جایی که میزنیم تو سر اینا، اینا بگن که نوکرتیم چاکرتیم، ببخشید آره پهلوی چقدر اخ بود، چقدر بد بود، خدا لعنتش بکنه مملکت، هرچی شما راجع به اونا میگین درست میگین، موضوع داره برعکس میشه. هرچی شما ما رو میزنیم میگیم خدا رحمت کنه شاه، هرچی ما داریم چوب میخوریم به خاطر به تو بی احترامی کردیم، مال و اموال تو رو خوردیم، خونت رو آتیش زدیم، تو رو آواره دنیا کردیم، چه بلایی سر خانواده آوردیم، هی موضوع داره برعکس میشه. خب حالا بعد چیکار کنیم؟ ما چجوری اینا رو باید ساکت کنیم؟ مومنت جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید 4 و 5 رو پخش کنید، دستتون درد نکنه. سلام دوستان، سال نوت مبارک. اینجا قبر یعقوب لیث صفاریه، کسی که ایرانو بعد از 300 سال دست عربا نجات داد. نگاه کنید، این تمام دارایی یه سردار ایرانیه، هم لونه پرستو، این قبر یه سردار ایرانیه که بعد 300 سال به عرب حمله کرد و سعی کرد زبان فارسی، زبان کشورمون دوباره از عربی به فارسی برگردونه. دستمزد یه ایرانی وطن پرست همیشه تو کشور اینه. جالبه بدونید که یعقوب لیث زاولی بوده، سیستانی بوده و امروز هم قیام انقلاب کشور اون از سیستان داره کلید میخوره. امیدوارم این سیستان یک بار دیگه ما رو نجات بده از دست عرب. روی این مرد بزرگ شاد. ما ایران آزاد نکنم به هیچ عنوان کوتاه نمیام که نمیام، یا تو این مسیر که مسیر درست تاریخه، یا کشته میشم اما آزاده، یا زنده میمونم و ایرانم آزاد میکنم تا ابد. جاوید شاهنشاه یا مهر رضا شاه پهلوی. اما بگم اگه طول این 44 سال تاریخ به کسی هنوز ثابت نشده، بفهمی که رفعش تو نفهمیدنشه، داره شارژ میشه، وگرنه این تنابه دار دور گردن تک تک ما هاست. جرأت دارین یک کوچولو از حقتون دفاع کنین؟ ببینی تنابه دار فشرده میشه دور گردنتون یا نه؟ سپاس از شما جناب مهندس یاشه گرامی.
خب این نسلیه که همین دو صدا رو که الان شنیدید، این دختر خانوم جوان و اون مرد شریف بر سر آرامگاه سردار بزرگ ایران زمین، یعقوب بزرگ، یعقوب لیث صفار، این نشان دهنده 43 سال فشاری است که فرقه تبهکاران به روی ملت آورده. و این دو نمونه بسیار 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 کوچک، دو نمونه بسیار بسیار یعنی قطری در یه قطره روغن در اقیانوس که جواب معکوس داده. خب برای خاموش کردن این صدا شما بیش از این دیگه نمیتونی بیاری بچهای مردم تو خیابونا بکشی گله دار. جوانی که میاد در حضور ملت میخوان دارش بزنن و دست کم میده به مردم و خداحافظی میکنه با لب خندان تناب دار رو میبوسه، و این خیلی پیامه، پیامی که در کتابهای تاریخ نوشته خواهد شد، این عکس چاپ خواهد شد که بابکی رو بردن به گله دار و تناب دار رو بوسید با دستان بسته، یهوری شد و با مردم بای بای میکرد، خداحافظی کرد و گفت من رفتم. ادامه داره این راه و ادامه داره و بعد از اون پویا و بعد از اون هزاران دختر و پسر ایرانی در چهار گوشه اون مملکت، از سراوان تا ایزه، از اهواز تا رشت، از گرگان و ساری تا سنندج و مهاباد، از کرمانشاه تا زنجان، از همدان تا خرم‌آباد، از تبریز تا رضایه، از مشهد تا بندر عباس، از اصفهان و شیراز و کرمان گرفته تا عراق و سمنان و زاهدان و همه جای ایران، هر جا رو نگاه کردن دیدن که یه بابک بلند شد، یه یعقوب هست، یه ستارخانی هست، یه علی دلواری هست، یه کسی هست این مملکت رو نجات بده. انقدرم ایران دیگه بیکس نشده، انقدرم ما بیکس و کار نشدیم، پس باید اینا رو بیکس و کارشون کرد، باید بیکسشون کرد. یعنی این ناکسان میخوان ما رو مثل خودشون ناکس بکنن، بیکس بکنن ما رو. اون نایی که پشت کس میاد یعنی ما رو بی کس و کارمون بکنن، که در اصطلاح عامیانه بهش میگن ناکس. اینا کسی رو ندارن، بی کسن، که از بی کسی به ناکسی رو میاریم، که به هر نارفیقی گفتیم رفیق، به هر بی شرفی گفتیم درود به شرفت، به هر دزدی گفتیم که کمکش کنید طویلش بمونه، شاید از طریق طویله این بتونیم کاری بکنیم. اوکی؟ بنابراین باید تو اینا نفوذ کرد. چگونه باید نفوذ کرد؟ در داخل کشور باید برای اینا یک امید واهی درست کرد که اینها از فکر پهلوی بیرون بیان. اما اگر ما فقط در داخل کشور برای اینا یه بت‌های مصنوعی درست کنیم، مثل فاحشه رفسنجانی، خانواده کثیف دزد و جنایتکار اکبر دزده، که همشون باید از نوه و نتیجه شون، حتی اون مردی که از زیر خاک باید بکشیم بریم بیرون محاکمه، استخوناشونو گوش کنید، بهتون جدی میگم، اینا استخون خمینی و رفسنجانی و استخوان احمد خمینی، استخوناشونو باید بیارید بذارید رو میز و صندلی، بگید این استخوان اون بیمار روانی بزرگ لوادکارانه، محاکمه میشه به جرم جنایت بر علیه بشریت، استخونشو باید ببندیم به نخ آویزون کنیم، بگیم خمینی رو اعدام کردیم تا درس عبرتی برای آیندگان بشه. چون ملتی که درس عبرت نگیره مثل آلمان دو دفعه میره تو چاه جنگ جهانی، ولی جنگ جهانی دوم وقتی مرده و زندش اومد جلو چشاش دیگه از این غلطا نمیکنه. وقتی ایتالیا که هم مرز با آلمان و فرانسه بود، واسه خودش عظمتی بود، وقتی یه بیمار روانی به اسم موسولینی میاد و میگه من شما رو برمیگردونم به دوران روم، و ملت میرن زیر اون بالکن براش هورا میکشن و دستاشونو به اون علامت میارن جلو، بعد از چهار سال که کشور ایتالیا به اون فرق میفته که هنوز دارن تاوان اون جنگ جهانی رو میدن و هنوز ایتالیا کمر راست نکره، با اینکه یه مقداری اون پایین نفتم داره و مافیا با سیاست‌های مدبرانه انگلیس مافیا رو اونطوری نفوذ میدن اون تو، یه مش گدا گرسنه رو منونی کیکیو میکشه و ملت ایتالیا امروز به غلط کردن روزگار افتاده که حاضر ناموسشو بده که میده که چند تا توریست بره مثلا ونیز و روم و ناپل و اینور اونور رو ببینه، که حتی تا تو فوتبالش تو لیگش داره نفوذ میکنه و کرده.
پس ملت ایران هم مثل همه ملت‌های جهان باید برای یک بار و آخرین بار یک تنبیه بزرگ تاریخی بشه. این نمیشه که یه روز یعقوب بیاد بریم زیر پرچمش سینه بزنیم تا از بین میره ما هم بریم بچپیم سوراخامون، یه روز نادر میاد میفتیم پشت سر شمشیر میزنیم تا دهلی میریم، یه روز سرشه که میبرن دو مرتبه ما میریم تو سوراخمش قایم میشیم، یه روز پشت کریم خان زن سینه میزنیم، یه روز زیر علم لطفعلی خان زن سینه میزنیم، علم و کتل بلند میکنیم، تا اونا نیستن زنامونو با دست خودمون میکنیم تو کفن. حتی پشت آقا محمد خان اخدوای میستیم که بیاد در اون دوران، چون بعد باید بگیم بعد خوب باید بگیم خوب دیگه، ما که نمیتونیم تاریخو به عشق خودمون بنویسیم یا ماسمالیش کنیم، که در همون برهه از زمان موفق میشه تا حدودی تمامیت ارضی ایران از هم پاشیده شده رو بعد از جریان لطفعلی بزرگ حفظ بکنه. پشت سر همون اختر ما خالی میکنیم و ما برای اون اخته میریم خانوم میاریم، یارو اخته بود ما واسش خانوم میاریم. این ملت باید یه جایی تاریخ گوششو بگیره، مثل ما شیطنت میکردیم تو کلاس، معلم میومد این لالی گوش ما رو اینطوری میگرفت میکشید این سرام به خیلی درد، یعنی هنوز میگن دردش یادم میفته آقای نوری گوش منو چجوری میکشید. یک بار تاریخ باید بیاد این گوش ما رو بگیره بکشه، یک بار باید بزنن تو دهنمون که دماغ و دهنمون پر خون بشه که هیچ وقت اون خونه یادمون نره، بگم یه بار من یه مش خوردم، یه تو دهنی خوردم، دهنم و دماغم بدطوری پر خون شد، یا یه کشیده خوردم برق از چشام پرید، من کشیده خوردم واقعا چشمام برق زد، اونجا فهمیدم معنای کشیده که چشما برق بزنه یعنی چی. یک بار ما باید چشممون برق بزنه، دک و پوزمون خورد و خمیر بشه که الان شده خدا رو شد، و دیگه دست به این غلط ها نزنیم. یعنی اگر میخوایم سیاسی بشیم، حالا برنامه بعد میام و اسناد هنرمندان رو براتون رو میکنم، همینایی که شما زیر علمشون سینه میزنیم، خودشون میگن، من نمیگم، من همیشه اسنادی که میارم از اسناد خودشون میارم، من روش کمی حرف نمیزنم، که دیگه آدم بشیم که یه جوانک خوش صدای خوش سیمایی به اسم مثلا فرهاد یا فروغی یا هر کس دیگری، به هر حال یه سری آدم طرفدارشون میشه دیگه، گیتار میگیره دستش و میاد و براتون میگه جمعه ها خون جای بارون میچکه تو فکر یه سقفه و از این مزخرفات میخونه، نگیم سیاسیه، ساواک بوده، شکنجهش دادن، بطری کوکاکولا رو بهش فشار دادن. شعور داشته باشیم، در حد یه هنرمند نگاش کنیم، در همون حد هم ولش کنیم که اون بفهمه حرفش تو جامعه در حد یه ترانه 3 دقیقه فقط ارزش داره، مردم با آهنگ اون سیاسی نمیشن، مردم ایران باید آدم بشن، ما باید هممون تربیت بشیم، تربیت سیاسی، که وقتی میریم فیلم گوزنا رو میبینیم یه مرتبه یابو وره اون نداره خیال کنیم یارو که دزده، خودش میگه من رفتم سرقت کردم، بانک زدم، و هروئینیه سید داره بهش میگه مگه کار تو کمتر از منه؟ خب هر جوشه که نگاه کنی یعنی زرشک، خب تو هم رفتی دزدی کردی دیگه، داره درست میگه هروئینیه، میگه مگه تو داری اینقدر به من سرکوف میزنی؟ تو عملی شدی؟ تو اخته شدی؟ دیوار هرچی مصدره رو سر من خراب کردی؟ به من میگه پیزوری؟ خب رفیق من کار تو هم که کمتر از من نیست که، من اینجوری شب و روز کردم تو اونطوری، آخرش هم هر دوشه که نگاه کنیم یعنی زرشک. راست میگه، داره درست میگه، دیالوگ این دیالوگو بچه ها یاد نمیگیرن، ولی دیالوگ دیگر رو یاد میگیرن که اسلحه رو برمیداره میذاره بهش میگه بلند شو مرد، بلند شو رو زیر علم 13 تیغه بلند شو، اون با اون جمله سیاسی میشن و انقدر ملت رو بیشور حساب میکنن که نمیگن برای گرفتن یک دوز 3 تا کلانتری پلیس اومده واسه تو کوچه برای چی؟ پس این ملت باید تنبیه بشه، و تا موقعی که این ملت تنبیه نشه 100% وزارت اطلاعات حق داره یه مشرازه لعباشو بفرسه خارج از کشور به اسم کمپوزیسیون. حالا دیدی چرا مشروطیت هنوز یه پاش میلنگه؟ دیدی فریدون فروغ میخون دیگه، میگفت مشتی ماشالله حقه ایوالا، بارد میلنگه، الاغت لنگه. خب ما بارمون میلنگه، الاغمون لنگه. خب اینه کی میدونه؟ وزارت اطلاعات میدونه،
که بار ما لنگه، بار ما این بار لنگ با این الاغ لنگ به مقصد نمیرسه، نمیشه. مدعا اعضای رضا شاه دوم نمیتونن و نبایدن بتوانند که مثل رضا احمدی بیان و این مثال های عامیانه رو که در دل جامعه عوام ایران نفوذ کرده رو بزنن، باید با کلمات سیاسی، با روش های شاهانه، حداقل به عنوان یک نماینده یک جریان سیاسی باید بیان فرمایشاتشون رو طوری به گوش ما برسونن که آقا جون من دست تنهایی نمیتونم کاری کنم، این یک کار جمعی است، من یک تنه این میز رو نمیتونم بلند کنم، هممون باید سری میز رو بگیریم بلندش بکنیم، نمیشه تنهایی. ولی من دارم بهتون راهکار میدم، من فقط غر نمیزنم، من نمیام بگم شما ملت بیورزین، شما بابای من بیرون کردین، شما این بلا سر خانواده من آوردین، شما باعث قتل پدر من شدین، شما باعث آوارگی ما شدین، پدر من داشت مملکت رو میساخت، قرار بود من جانشین پدر بشم، قرار بود ایران به کجا کشیده بشه، ما در اوپک نفوذ داشتیم، ما فلان داشتیم، نمیتونم بیام اینا رو به شما بگم. خب من که نمیدم تو سرتون بزنم، من مدام شما رو تو خاک بلند کنم نمیدم که یکی بزنم شما بیشتر تو خاک برین، که این وظیفه طرفداران منه که بیان واقعیت های عینی اجتماع و واقعیت های عینی سیاست جهانی رو به شما بگم. ولی کجان اونا؟ کجان الان؟ چند تاشو بهتون نشون میدم. و وقتی که اینا رو ما متوجه بشیم، مثلا نادر صدیقی امشب بهتون نشون میدم، نادر من با اینا پدر کشتگی ندارم و خدا میدونه همشون هم آدمای خوب، من بعد این آقای امیر طاهری استاد پروفسور دانشمند، آقای نادر صدیقی میهن پرست با شرف، آی لوف یو دمت گرم، آقای تقی‌زاده 100% میهن پرست، یه روز شاه پرست، یه روز نمیشن، یه روز بعضی موقع میشن، یه روز بعضی موقع نمیشن، اصلا همشون خوب، از من بدتر شما صحبت نه. آقا من عامل بر تفرقه، من اخ، من بد، من بی سواد، من رادیکال، من فریبا، مهوش، پریوش، چه بد کرد، شوهر کرد، هم خودشو بدبخت کرد، هم ملتو بدبخت کرد. آقا خوب، هرچی عالم بده تو دنیا مال من، هرچی صفت بد تو دنیا مال من، ولی حقایقو که نمیتونیم ماسمالی کنیم. نادر صدیقی یک مرتبه میاد نسرین حالا براتون پخش میکنم، نسرین ستوده رو خوش آمدید صلی علی محمد به جمع مشروطه خواهان خوش آمد. خب بعد میخوان چی رو میخوان ثابت کنی؟ چی رو میخوان ثابت کنی؟ آقا ما باید جذب کنیم. خب مگه من میگم جذب نکنیم؟ کیو جذب بکنیم؟ کیو جذب کنیم؟ چی رو جذب بکنیم؟ چی مونده برای جذب کردن؟ مگر میشه شما چسب اوهو چسب مایه تو دستته، بعد میخوای دوتا چیزو به هم بچسبونی، ولی روی اون دوتا چیزی که میخوای بچسبونی آب ریخته، چطوری چسب رو آب میتونی بچسب بریزی، بعد این دوتا فلز و این دوتا چوب و این دوتا زهر مار و این دوتا پلاستیک رو به هم بچسبونی؟ بابا باید خوش بشه، دو تا جسمو شما میخواین بند بچسبونین، این باید خوش بشه، چسبه که بریزی یه قطره بریزی روش یه ذره فشارش بدی میچسبه، این خیس باشه نمیچسبه، چسب آهن هم بریزی روش نمیچسبه. چی رو میخواین به چی بچسبونین؟ مگه اصلا قرار نیست چیزی به چیزی بچسبه؟ چرا دارین لقمه رو پس صد میزنید تو دهنتون؟ یک کودتایی بر علیه فرهنگ، تا اصلا من با محمد رضا شاه پهلوی هیچ کاری ندارم، هرچی شما راجع به ایشون بد میگید درست میگید، اصلا بد. یک حکومت ملی ایرانی شرافتمندی که میخواسته ملت بدبخت شده ایران رو به اصل خیش برسونه، برگردونه، یعنی تنها گناه پهلوی این بوده که ملت ایران رو به اصل خودش برگردونه، به ملت بگه نوروز یعنی چی، به ملت بگه نگید عیدت مبارک، بگید نوروزتان پیروز، این عید نیست، عید مال مذهبیه، مثل عید کریسمس، مثل عید قربان، مثل عید فطر، مثل عیدی که الان آلمانی ها اروپایی ها دارن عید همین تخم مرغ هم میزنن میشکنن، ما بهش آلمانی میگیم استرن، این عیده، اعیاد، اعیاد مذهبی، ما نوروز داریم. تو فقط بیا همینو بکن تو مخ ملت، میدونی چند قرن طول میکشه؟ ملتی که 1400 سال زیر ستم بوده رو تو میخوای بیاری ببریدش جلوی آرامگاه کوروش بزرگ،
بعد به اون ملت که نشسته مثل من تو از طریق تلویزیون داره نگاه میکنه وایسی بگی مردم اینا رو میبینید، این تاریخ توه، اینا پدران تو هم، و تو هیچی نمیفهمی. چون نمیفهمی کافی میره بالای آخوند، کافی میره بالای منبر میگه کوروش آسوده بخواب، تخماق شده دونه 2000، بعد ما از اون خوشمون میاد. تقصیر نداریم. این ملت از این ملت دنبال صمد خیلی راحت، ببخشید صمد آقا خیلی راحت رفت. صمد آقا هر عید که یک میومد تو سینمای ایران بکش بکش میشد دم سینما، ولی این ملت اشک‌ها و لبخندها رو نمیفهمید، برباد رفتن رو نمیفهمید. حالا اونا خارجی ولشو، گورو باباشو، بیایم تو داخل، این ملت اشک سیاوش رو نمیفهمید، این ملت تخت جمشید رو نمیفهمید. تقصیر نداره، ما نمیتونیم به ملت بگیم بیشعور نفهمه اولاق چرا نمیفهمید. بابا نمیفهم. شما الان بیا به من بگو رضا احمدی سینوس کوتانژان، تو مثلا نمیفهمم تو چی میگی. بابا نمیفهمم، من ریاضی نمیفهمم، کجا باید امضا کنم؟ یه استاد خوب باید بیاد منو خرفهم بکنه تا بعد من چیزفهم بشم. بابا خودم دارم میگم، ما ملت نمیفهمیم، تقصیری نداریم. چطوری بفهمیم؟ وقتی که روشن فکر من میشه جلال آل احمد میگه در تنهایی تو خونه راه میرفتم بعد فلان کارو میکردم، یعنی از خودم باد در میآوردم و از صداش لذت میبردم. من این برای من شده روشن فکر من. روشن فکر من میشه علی شریعتی که میگه آری این چنین بود برادر، بعد برو بخون ببین چطوری بود برادر، برید بخونید ببینید چی میگه. فاطمه فاطمه است، مثلا من گفتم فاطمه صغراست. وقتی که یه ملت با فریاد زیر آب عاشق یه جوان بی سوادی میشه، یعنی هر دوشون بی سواد. وقتی یه ملتی انقدر شعور نداره که بفهمه یه خانومی تو اون فیلم، فرزانه تاییدی تو اون فیلم میگه ننم یه قده گرفته به خاطری که پول ندارم ننم ببرم عمل کنم، باید برم تنفروشی کنم. کدوم بی پدر و مادری تو ایران به خاطر مادرش پدر به خاطر یه قده میرفت تنفروشی میکرد؟ شرف دارید بید بگی. و بعد از گذشت 40 سال که کشور با آتش میکشن، تازه میان میشینن و میگن که وکیل من شاهزاده است. خیلی بد جوری هم شاهزاده وکیل من، تو بمیری. و چون من و امثال من به دلیل اینکه در اجتماع ایران معروف نیستیم، مثل نادر صدیقی، مثل آقای امیر طاهری، مثل تقی‌زاده و مثل خیلی ها، چون معروف نیستیم، مشهور نیستیم، نه محبوب دل، هیچ کس محبوب دل مردم نیست، یک تن محبوب دل مردم رضا پهلوی وارث تاج و تخت که همتون دیدین ماشینشو می‌خواستن بلند کنن ما نذاشتیم. من به بچه‌ها گفتم نکنید، دارم اونجا دورمی میگم، هنوزم بچه‌ها هستن دولنده، اون محبوبه. چون من مثل اینا مشهور نیستم، حرف من میشه زهر مار، میشه تیغ میره تو چشم بیننده، میشه تیغ میره تو گلوی شنونده، میشه تیغ میره تو گوش شنونده، میشه تیغ میره تو گلوی گوینده. واسه همینه تلویزیون من و تو نمیاد با من و امثال من گفتگو کنه. اگر تلویزیون من و تو، همین آقای کیوان، دوربینشو در اختیار من بذاره، فرد مثال دارم میگم، نیومدم اینجا تبلیغ کنم منو ببرن اونجا، نه من سندش هم بهتون نشون میدم که نرفتم، من علکی نمیگم. اگر تلویزیون من و تو بیاد همین جوری که من اینجا نشستم با همین دکور بیاد به من بگه رضا احمدی من هفته 2 ساعت به تو برنامه میدم، شما ملت تصور میکنی در عرض 1 ماه چه وضعیتی تو ایران پیش بیاد؟ حداقل از نظر شنیدن حرفای من. و طبیعتا موقع باستاره دیگه، تلویزیون من و تو از ایران آریایی خیلی وسعتش بیشتره دیگه. صدای امریکا، طویله بی بی سی، طویله اینتراشخار، بقیه طویله ها، طویله است، دور از جون من و تو، اونجا رو منظورم نیست. خب چرا به ما موقعیت نمیدن؟ چون قرار نیست که فلسفه پهلویسم به ایران برگرده، قراره که اینطوری باشه. چرا؟ چون اون اطلاعات و ضد اطلاعاتی که در جهان بهتون گفتم، آدمای خودش رو بعد از رفتن شاهنشاه تو ایران نفوذ میفرسته که نفوذ کنن در درون دستگاه حاکمیتی که خودشون به سر کار آوردن، و به اونا بگن حسن رو میفرستی خارج از کشور، این دلغکن رو بفرست خارج از کشور بشه کمپوزیسیون، امیر عباس شهرآور بیاد بشه کمپوزیسیون، احمد باطله بشه کمپوزیسیون، معصوم قمی کمپوزیسیون، فرشگرد کمپوزیسیون، حامد کیسه‌کش کمپوزیسیون،
داریوش ناهمایون کمپوزیسیون، حسن آقا محسن یادگارا کمپوزیسیون، آقای عبادی کمپوزیسیون. شما بجز اعلی حضرت علاوه بزنید کنار، اسم یک تن را برای من در خارج از کشور، برای من نه برای خودتون بیارید، در بین تمام این افرادی که دارید میبینید میشناسید، هر کسی که مورد نظر، اسم یک تن از اینا رو بیارین که از جمهوری اسلامی به خارج از کشور صادر نشده. سوال سختی بود نه؟ جناب مهندس 6 و 7 لطف محبت بفرمایید، با دقت گوش کنید، سوال که میکنید باید ریشه‌ای برخورد کنیم، ریشه‌ای هم که برخورد میکنیم بعد ورم قلبه میگیرید. داریوش همایون was one of those arrested and imprisoned. نمیتونستم هیچ احساس ستایش بکنم، حالا کمتری نیست که میتونم بگم، محترمانه تری نیست که میتونم بگم، اصلا به کلی سقوط کرد برای من، تمام شد اصلا. هیچ شایستگی نداره دیگه، اصلا برای مقامش شایستگی نداشت اون موقع. اون قیافهی که من دیدم، اون حالت شاه نبود، آدم بدبخت ذلیلی بود که بود دیگه، اون موقع اینطور. قدرت دفاعی برای ایران لازم بود، ولی پنجمین ارتش جهان این یک پایه، یک زیرساخت، یک پی اقتصادی، صنعتی و فرهنگی میخواد که ایران تا 20 سال بعدش هم نمیتونست پیدا بکنه. اینا رو دیگه متوجه نش. شاه به عمق هیچ موضوعی در زندگیش نرفت، نمیتوانست، اصلا ذهنش توانایی رفتن به عمق نداشت. آخوندها در پایان پادشاهی محمد رضا شاه 55,000 تا مسجد در اختیار داشتند. باز این رو از قول دکتر میدانی میگویم، این تعداد 55,000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن، یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55,000 تا، و این 55,000 تا پر بودن، مسجدها مثل امروز نبودن که مردم فرار کنن از مسجد، میرفتن مسجد، و این آخوندها از همه طرف تغذیه می شدن، دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از یه منبر نبود، بازار و هر جای دیگر. من خودم وقتی رفتم دولت، یکی از اولین صحبت هایی که در جلسه دولت کردن، چه خبر، چه مسجد درست میشه؟ مرتب داشت مسجد درست میشه زیر دماغ حکومت. نه، امامزاده سر جاش، تکیه مهدیه حسینی همینا بود، هیئت مذهبی بود، مدارس مذهبی شدید همطور که اشاره کردید در ایران. پس به طور کلی شما موافق شرکت مردم در انتخابات؟ بله بله. بله فقط بله. یک نکته، من دو سه روز قبل از انجام انتخابات ما یک گفتگو داشتیم با شاهزاده رضا پهلوی که خب وارث تاج و تخت ایران هستن دیگه. بله. ایشون جوری دیگری به ما گفتن، یعنی میگفتن در شرایط امروز ایران اصلا انتخابات معنی نداره. این با گفته شما یک کمی تناقض نداره؟ من نمیدونم ایشون چی گفتن، ولی نظر ما این است که انتخابات حتی در شرایط امروزی ایران معنا دارد و معنا پیدا کرده، اساس نداشت قبلا، ولی از 3 سال پیش 3 انتخابات انجام گرفته است که در هر 3 مردم با نسبت‌های بالا شرکت کردند و در هر 3 جهت معینی رو برگزیدند و در اون جهت رأی دادند و قدم به قدم جبهه انحصارگری و ارتجاع رو ضعیف کردند. من اولین باری که طعم انقلاب رو چشیدم در یکی از مجالس مذهبی بود که در یکی از خانواده‌ها که برگزار شده بود. روحانی مجلس از مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات بر علیه روحانیت و به خصوص امام راحلمون نوشته شده بود به قلم شخصی به نام رشیدی صحبت می‌کرد. ما اون موقع متوجه نبودیم که اصلا این مقاله‌ای که داره نوشته میشه سال 56 بود چی هست، ولی تشریحی که شد بعدا مشخص شد که این مقاله بر ضد روحانیت و حرکت‌های مذهبی نوشته شده و توسط داریوش همایون وزیر اطلاعات سابق که بعدا به نام
رشیدی مدعا در روزنامه اطلاعات با نام مستعار چاپ شده بود. همین باعث شده بود که حرکت ها از سال 56 آغاز شد و به اصطلاح مردم اعتراضات خودشون رو از قم شروع کردن و اونایی که میدونن انقلاب شکل گرفت هفتم این چهلوم اون یکی بعد همینطور سالگرد مناسبت های مختلف مردم حرکت ها رو همطوری خودجوش ادامه میدادن تا سال 57 که به اوج خودش رسید که در تاریخ خودتون میخونید و میبینید. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. از دوستانی که چنین کلیپ های قشنگ و تاریخی رو لطف میکنن پیدا میکنن زحمت هم میکشن دستون درد نکنه لطف کنه اگه اسمتون رو میخواین بنویسین، که حتی من مخالف این کارم، این یه چیز عمومیه. آدم چرا میخواد، ما که نیومدیم خودمون رو به نمایش بگذاریم، ما میخوام یه چیزی رو به عرض مردم ایران، به گوش مردم ایران برسونیم. ولی حالا دوست دارید که به نام شما ثبت بشه، به هر حال زحمت کشیدید این کلیپا رو میرید پیدا میکنید که بسیارم دستون درد نکنه، حداقل اسمتون رو خیلی کوچولو با یه حالت قشنگ اون بالا و کوچیک، مثل این که الان آرم تلویزیون اون بالا میفته، نه دیگه تو صورت یارو دماغ یارو میفته. به هر حال و منم آدمی نیستم که بیام مثلا پاک کنم، اول من بلد نیستم این کار رو، میتونم بدم ولی به دوستا، ولی نمی کنم. میگم به حال زحمت شماست و این کار دزدیه. چرا بگذاریم این داریوش و همایون ما، این فعلا وزیر دوران شاهنشاه قدرت الله فلونی که به خودش گفت داریوش و همایون، حالا اشکالی هم نده، این یه نمونش. توهین رو به اعلیحضرت دیدی؟ لعنت بر پدر مادر کسی که به شما گفته در ایران ما 5000 مسجد داشتیم. لعنت بر پدر و مادرت اگه با سند حرف نزد. ما 5000 تا مسجد داشتیم، دونه دونه رفتی شمردی؟ و به همین سادگی توی دنیای مجازی که میری میگه آقا خب در اون زمانم شاه خودش مذهبی بود دیگه، ما 5000 تا مسجد داشتیم، دکتر عباس میلانی هم بدجوری رفته دونه دونه شمرده، از مسجد حضرت ابوالفرج العباس شمرده تا مسجد امام حسن عسکری. آقا تاریخ نویسمون، پژوهشگرمون، تاریخ نویس دوز دروغگو، پژوهشگر مزدور دروغگو، وزیر دروغگو، فرمانده ارتش دروغگو، اون یکی نوکر، اون یکی مزدور، شاه بره به کی دیگه اعتماد بکنه؟ رضا پهلوی وارث تاج و تخت به کی دیگه اعتماد بکنه؟ این وزیر پدرش، اون نخست وزیر پدرش تو پاریس، اون چند تا از مامورین ساواکش، اون پسر خاله خودش و مادرش، اون رفقاش، به کی اعتماد بکنه؟ بعد بی پدر و مادر، تو که وزیر اون مملکتی، به قول جناب سیاوش، چرا نمیگی که شاه وقتی به قدرت رسید ما یه دانشگاه داشتیم به نام دانشگاه تهران، شاه روزی که مملکت رو ترک کرد ما تو اون مملکت 10 تا 20 دانشگاه داشتیم، 100 تا بیمارستان داشتیم، 2000 تا نمیدونم مؤسسه علمی داشتیم، صنعتی داشتیم، چرا اینا رو نمیگی ولی مسجد میگی؟ چون هدف تخریبه. از دل این بیناموس بی پدر و مادر تریاکی بی شرف، حالا دیدی چرا با این ادبیات باشون صحبت میکنم؟ چون میهم پرست جلز ولز میکنه، چون من نمیتونم مثل آقای امیر طاهری بیام بشینم تو صورت دشمن نگاه کنم بگم ببینید نه دیگه، ما باید منطقی صحبت کنیم. من با دشمنم با زبان دشمن صحبت میکنم، لگن فروش دزد بیناموس دشمن ایران و ایرانیه. من با این ادبیات میزنم مرده و زندهشو میزنم تو توالت. خب نبرد جنگ آقای امیر طاهری، نادر صدیقی و دیگران نمیخواید بفهمید، خود نفهمید. من دنبال روی نسل شما نیستم، نسل شما متاسفانه وابسته است، هر کدومتون به یه جا وابسته اید، به من نمیتونید بگید نه. من مال این حزب مسروقه نیستم، من زدم به سیم آخر. این نشست پشستا و فلان اینا بازیه، بازی را انداختی، بازی بازیه. تا شورا میشه دنبال شوران، منشور میشه منشور میزنن، روپایی میشه اینا میان روپایی میزنن، فوتبال میشه اینا فوتبالیست میشن، دعوا میشه دعوایی میشن، عقب نشینی میشه عقب نشینی میشن، به دور از خشونت به دور از خشونت، مبارزات مدنی مدنی، چراغا رو خاموش کنیم چراغای خونه شون رو خاموش میکنن. این
ابتکار عمل ندارید، همه تون نشستید دارید نگاه میکنید به یک نفر به اسم رضا پهلوی بارز تاجوتر، این آقا چپ میره پشت سرش چپ میریم، آقا راست میاد راست میریم، آقا مستقیم میره مستقیم بریم. باریکالله، آفرین. پس وجدانن پشتش وایسید، وجدانن پشتش وایسید. دروغ میگید، دروغ میگید. من اگر 30 سالم بود 20 سال پیش من به این صراحت نمی اومدم به کسانی که امروز موهاشون سفیده بگم دروغ میگی. من دیگه خودم 60 سالمه، خودم پیشکسوتم. برای همینه که 20 سال خوردم هی حرفامو خورد. 30 سال 30 سال اومدم تو جلساتتون نشستم فقط گوش کردم و دیدم از توش چیزی نمیاد بیرون. واسه خاطر اینه که با قدرت نشستم دارم میزنمتون، میزنمتون. دقیقاًم میدونید که دارم میزنمتون. برای همینه که همتون دشمن منید و چقدر خوشحالم که دمم گرم جلو همتون وایسادم. هیچ کدومتونم جرئت ندارید رو در رو گفتگو کنید، هیچ کدومتون، چون چیزی برای عرضه کردن ندارین، چیزی برای گفتن ندارین. لب و دهنید، خیلی راحت بهتون بگم، لب و دهنید. عشقتون اینه که زنگ بزنه تلویزیون من و تو یه پسر واقعا بی سواد بیاد بشینه با شما گفتگو بکنه که حتی نمیتونه بشینه، یعنی طرز نشستنش هنوز زشته. که من یه شب حالا فرصت باشه با این آقای کیوان رئیس یا مدیر تلویزیون من و تو با تمام احترام، آقا بالاخره ما یه جا باید با هم گفتگو کنیم، شما هیچ کانالی نذاشتید که ما با شما گفتگو کنیم. من آبیان تو توییت، من توییت باز نیستم، من اهل نوشتن نیستم، من حرفامو تو رو میزنم. شما که دارید زحمت میکشید اون مستندای به اون زیبایی با اون قدرت که اثر میذاره در جامعه ایران، آقای کیوان عزیز اثر میذاره در جامعه ایران، مثل جریان رضا شاه، مثل آریامهر و چه و چه و چه، خب تمنا میکنم از حضورتون یه نگاهی هم به میهن پرستان بیاندازید. اینقدر بچهای میهن پرست هستن که شما این امکان رو دیگه دارید باشون گفتگو کنید. اگر هدفمون براندازیه، اگر نه اینکه دنبال صدای جدید و آکادمی و فلان، خب میبخشید من با شما صحبت کردم، عذر میخوام. و جامعه رو به جایی رسوندن که ما اجازه نداریم با هم صحبت کنیم. تو با هم صحبت کنیم که آقا نگیر، آقا تخریبشو نکنیم، به پیر، به پیغمبر، به عصای موسی، به خر عیسی، به اون راهزنه، به جون بابام، به جون مامانم، به جون خودم، به بابا، به ارواح خاک پدر مادرم، اگه من کسی رو بخوام تخریب کنم، آقا من آزار دارم. من بدی میگم بد، خوبو میگم خوب. خدمتگزار ملتتون باشید. وزیر مملکت داره به شاه مملکت ببینی چه توهینی میکنه، آخه بی شرف، تو حقوق خورد، حقوق اونو خوردی. تو رادیو اسرائیل یادم رفت، حقیقت یادم رفت، واقعا دروغ، چرا صدای خودمو بیارم تو رادیو اسرائیل براتون پخش کنم، ببین من دارم به این مردک چی میگم. میگم آقا نون و نمک خوردید، نمک دون شکست. میگه آقا نون و نمک چی میگه آقا؟ من اش میرم گفت بله نون و نمک، نه قطعش کن، برو برو برو، چی داری میگی؟ ما رو هیچ وقت داخل آدم حساب نکردن، هیچ وقت با ما میهن پرستان صحبت نکردن. بابا ملت، اگر شخصی به اسم آقای آریان وطن خان نبود، اگر ایران آریایی نه، اصلا آقای وطن خان رو حالا نون قرض میده، اصلا آقای وطن خان، ببخشید من اصلا گفتم نام ایشونو، اگر ایران آریایی نبود، آیا شما ملت من میشناختی؟ کسی به من نیومد؟ اگر یک تلویزیون به من یک بار فرصت میداد من حرف بزنم، همون برنامه اولو به وسط برنامه منو قطع میکردن، قطعم میکردن، نمیذارن به میهن پرستان اجازه نمیدن، دهان همه ما رو بستن. و شما میگید به من میگید البته مهم نیست، رضا احمدی راجب نفوذیا بگو، از کجاش براتون بگم؟ از حزب مسروقه براتون بگم؟ یه مش بی سواد، نمیگم همشون، تعدادشون هم مثلا انسان با سواد و خیلی هم عزیزن، ولی از اون رأسش تا اون بغل مقالش برید نگاه کنید، از کجاش براتون بگم؟ هر جا که ضدیت با پهلویه، دشمنی با پهلویه، تجزیه طلبیه، هر جا که کسافتکاریه، امضای حزب مسروق، اصلا دیگه کارو علنی کردن، علنی. بعد رفتن تازه میگن که این رضا احمدی به نفع ما داره کار میکنه، چون هرچی اسم ما رو میاره ما معروفتر میشیم. راستم میگن، من از یه بابت متاسفانه دارم اشتباه میکنم، چون هرچی اسم اینا رو بیارم شماهایی که نمیشناسی میرین میگی اینا کیان، میرین جذبشون میشین، جذبشون نشین، من اومدم دوزاریتون رو بندازم.
به شرافت بشری سوگند، سازمان چریکای فدایی خلق روسیه، سازمان تروریستی مجاهدین، مصدقی های ایران بر باده، اسفندیار منفجرزاده، اسماعیل نوری فلان، حسن آقا، حسین آقا، توده های همیشه خائن، آخوند، انگلیس، MI6، CIA، موساد، ترکیه، اردوغان، هیچ کس به اندازه مشروطه چی به ما ضربه نزد. ما از خودمون داریم میخوریم. اینا عواملی هستن که وزارت اطلاعات نفوذی فرستاده خارج از کشور. بابا بفهمید، و حقشون هم هست، رژیمشون میخواد نگه داره. یه دلغک رو میفرستن خارج از کشور به اسم اپوزیسیون، دلغک بی سواد مردی که اولین جایی هم که میاد میشینه میشه طویله لگن فروش دزد. یه بی شرفی که میره میشینه با تیر خلاصزنی به اسم احمدی نژاد وارد کننده کوکائین در ایران، قاچاق فروش. بابا سرمو به کجا برم بکوبم؟ احمدی نژاد اصلا جنایتکار نیست، رئیس جمهور نبوده، هیچی، قاچاق فروشه. بر این شیشه و این مواد مخدر و این کوک رو در ایران احمدی نژاد وارد کرد، بعد بیاد بشینه تو طویله‌ای که ادعا میکنه میگه پرچم. ما پستی. هر روز یه پدر سوخته بازی، هر روز. الان یه سری بچه ها حالا کارشون خوبه، بده، موفق میشن، نمیشن، بازیه، من با هیچ چی کاری ندارم، دون بازیاشون هم نمیرم، قبولشون هم ندارم، دیگه راحتتون کنم. یه عده جمع شدن میخوان 4-5 نفر، حالا سری هم گروه شد، گروه قانیفر، گروه کلاشی، گروه فلانی، گروه، حالا با اونم کار ندارم. حالا اولین کاری که داره میکنه میخواد همه اینا رو جمع کنه بیاره تو طویلهش بگه که این کارم من کردم. ببین من سلطنت طلبا رو دارم جمع کردم، از هر پدر سوخت بازی میخواد پول در بیاره. بابا این یه نمونهش، اینو چشمتون حیا حاضر روز و روشن دارم براتون مثال میزنم. یه طویله باز کردن اسم پارس رو خراب کردن، مردی که یه منقلی وافوری که انقدر رفته صورتش کشیده دیگه گردنش بر نمیگرده بی پدر و مادر دریاکی. بعد یه بی سوادی که دیپلم هم نداره، بنیانگذار اطلاعات و ضد اطلاعات سپاه در ایران، محسن یادگارا رو میاره اونجا بهش لقب دکترا میده، 30,000 ازش میگیره. تو خیابون یارو رو دیده میگه بیا تبلیغات جنستو بکنم فلان، اینا ولی مایتیلی ما برسه، میگه چقدر میخوام، میگه 7,000 تا. شخصی که باهاش صحبت کرده با من تلفنی عرض تو همون لجنجلس، آقا 7,000 تا از من میخواست بگیره یه بقال چقالی ما رو چیز بکنه، تبلیغ بکنه، 7,000 دلار. بعد اینا بیان برای شما بشن سمبول. خب دیگه نفوذی به چی میگن؟ جناب مهندس بریم شماره 8. داریوش ناهمایون رو دیدی؟ میخوام بفهمید آقا ما کجا قرار گرفتیم؟ این مشروطه چیش؟ حزب زده. بریم قاسم لوتون رو نگاه کنیم. جناب مهندس شماره 8 لوتون رو باید بفرمید. بدبختیم بابا. ماه فروردین 1358 به دیدن شخص خمینی رفتیم و از او خواستیم که اعلام بکنه که حق خودمختاری برای خلق کرد تضمین بشه در جمهوری اسلامی، و به این شرط ما حاضریم، بهش گفتیم حاضریم رأی بدیم به جمهوری اسلامی و در رفراندوم شرکت بکنیم. دفتر تحکیم وحدت دانشجویان و مردم را به شرکت گسترده در تجمع فردا در دانشگاه تهران دعوت کرد. آقای افشاری مسئول بخش سیاسی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت امروز در گفتگو با خبرنگار ما از مردم خواست با شرکت گسترده در تجمع فردا به ایجاد جو وحدت و همدلی کمک کنند. فردا صبح به هر حال ملت غیور و غیرتمند ما بار دیگر در یک همایش بزرگ وحدت خودشون رو به جهانیان نشون خواهند داد و اعتقاد و ایمانشون رو به نظام بروز خواهند داد. شما چه صحبتی دارید با توجه به اینکه به هر حال چند ساعتی هم بیشتر به این همایش بزرگ باقی نمونده؟ به طور بدیهی است که هر حرکتی که در فضای موجود به وحدت نظام، به حفظ منافع ملی کمک بکنه مورد حمایت ما هم هست. ما هم مثل همیشه از مردم هوشیار و آگاه و مسلمانمون خواهش میکنیم و دعوت میکنیم تا با حضور گسترده خودشون در این مراسم کمک بکنن تا انشاءالله آرامش و امنیت به جامعه ما برگرده و در یک فضای مناسب
این ضایعه‌ای که در دانشگاه تهران رخ داد جبران بشه و انشالله راه هم بر حرکت‌های سوء استفاده کنندگان بسته بشه انشالله. من سوالی ندارم، اگه شما مطلبی هستش که بفرمایید ما در خدمت هستیم با توجه به ضیق وقتی هم که موجود هست. من فقط یک نکته‌ام اضافه می‌کنم خطاب به برادران عزیزمون در مسئولین محترم در شورای امنیت ملی هستش که انشالله همون گونه که تاکید همگان بر حرکت در مجرای قانون هست، نوع مواجهه و مقابله با گروه‌های آشوب طلب هم در بسترهای قانونی شکل بگیره و اینو مراجع ذی‌صلاحی که در این مورد هستن به عهده بگیرن تا انشاءالله این نوع حرکت ها نتیجه لازم رو بده و مشکل ایجاد نشه. آقای افشاری در این گفتگو همچنین با محکوم کردن تشنج آفرینی هایی که پس از پایان تحصن دانشجویان و با هدف ایجاد ناامنی و جو ارعاب و التهاب به وقوع پیوست تاکید کرد، عاملان این حوادث از دانشجویان نیستند و احتمالاً از سوی گروه‌های معاند و مخالف با نظام هدایت می‌شوند. عضو شورای سپاس از شما جناب مهندس سیاسی گرامی. خب نفوذ دیگه به چی میگن؟ اون داریوش و همایونمون دیگه خودمونه دیگه، جنس خودمون بود، اون جنس خودمون. کسی تونست مثل داریوش و همایون پادشاه ایران رو تخریب بکنه؟ به خدا کاری که اون کرد هیچ کدوم از این چومله به دموکرات و افشار و چاقوکش و لات و بیپدر و مادر نکن. اون حزب چیزمون، اون چومله به دموکراتمون قاسم لو که درازکشش کردن تو اتریش، چرا؟ چون با اینا مماشات کرد، گفتن بیا میخوایم ما ایتیلی بدیم و سرش بزنیم که تش بده، ولی تو سر تش تو هتل زده. اینم از اون، اینم چاقوکش معروف که حالا شده تحلیلگر، کجا میره؟ وایس آف آمریکا، اینتر آشغال، بی بی سی. من تعجبم چرا لگن فروش دوز با این هنوز مصاحبه نکرده که قشنگ کلکسیون جنس چور بشه. زو بریم تو عکس ها. چرا مهندس 10 تا 13 لوتو موبت بفرمایید. آقا جان وزارت اطلاعات میدونه چه کار میکنه، ملت رو گیج کرده. اول نفوذ میکنن در بین هوادارای نظام پادشاهی، ماها رو به ما فحاشی میکنن، از ما آدمای اخ بد تندرو رادیکال فلون فلون شده میسازن. امثال همین نادر صدیقی به ما فحاشی میکنه، میگه سلطنت طلبای رادیکال فحاش. حالا چهار پنج نفر رفتن فوش خارمادا دادن تو این چیز، یه نمیاد تفکیک بکنه، همه رو از دم تیغ میگذرونه. خب بعد آقای طاهری نرو توی اینستاگرام که ببرن پیش بچهای وزارت اطلاعات بشن، تمام اونا که باشون گفتگو میکنی از درون رژیمن، یا رو زنه از تو تلویزیون جمهوری اسلامیه. آقای طاهری بچه‌ها دارن ضبط میکنن و جناب مهندس اکثر رو لود کنید 10 11 12 13. آقای طاهری مواظب باشین، دارن تخریبتون میکنن. من دوستانه دارم بهتون میگم، میل خودتونه، هر کسی چیز اعمال خودشه. خانم آقایون، این کسایی هن که به جمهوری اشغالگر اسلامی رای دادن، توده‌ای های همیشه خائن، شاگرد پادوهای مصدق، جبهه ملی نهضت آزادی، شاگرد پادوهای بازرگان، سازمان تروریستی مجاهدین، حزب جمهوری اسلامی، گروه باختر امروز، کنفدراسیون دانشجویی، گروه جنبش، حزب آزادی، حزب ملت، داریوش فروهر چماغکش، بازاریا، زنان مبارز، بازرگانان، اتحاد دموکرات، زرتشتیان، فرهنگیان، کلیمیان، نمیدونم چیچیان، نهضت آزادی و فدایان وطن، یعنی بعدا شدن سازمان قدس که اومدن ما رو کشتن تو قاجار کشور، سازمان زنان دموکراتیک، دانشجویان و جریان‌های دموکراتیک، حزب پانیرانیست، اینا کسایی که به جمهوری اسلامی رأی دادن. جناب مهندس بعدی رو لطف کنید. حالا اینا اومدن خارج از کشور، جمهوری ملی، جمهوری با پول دستی، جمهوری زوری، جمهوری تو ماچ بکن، جمهوری من ماچ بکن، جمهوری تو ماچ نکن، جمهوری من به مال، جمهوری تو نما. اینا اسامی اونجوری شده. حالا بریم بعدی رو نگاه کن. امام از امروز، رژیم ایران جمهوری اسلامی شد. این تمام داستان بود. میخواستن این بلا رو سرمون بیارن. شاه سرگردان را برزیل هم راه نداد که بعد از یک عمر خدمت به مملکت و آوردن روزنامه کیهان اطلاعات، اون کیهان اطلاعات بیاد به فاشای مملکت فحاشی بکنه و بگه رژیم ایران شد جمهوری اسلامی. بخورین تا چشمتون کور شه. حالا اینا اومدن خارج از کشور شدن کمپوزیسیون. جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید. 12 خانه از پایبست ویران است، سفیر آمریکا از ایران احضار شد. بله خیلی بد. خب این نادر صدیقی، این موضوع راسته من نمیدونم، دروغه من نمیدونم، مخصوصا نشون میدم یا تکذیب بشه یا تایید بشه. ببینید نادر صدیقی چی میگه.
پیروزی دیگر نهضت مشروطه. ببین ما چقدر بدبخت شدیم که این زنکه شد برای ما پیروزی. بانو نسرین ستوده خوش آمدید به جمع ما مشروطه خواه، نه به جمع تو و اون حزب قلابی خوش آمد، نه به جمع ما. فوری فوری مهم مهم، نسرین ستوده در پیامی از داخل زندان اوین، عجب زندان باحالیه، حموم داره، پستچی داره، تلفن داره، تلفن دستی داره، تخت خواب داره، همه چی داره. هتل اوین، رهبر انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است و اکثریت مردم ایران خواهان بازگشت به پادشاهی مشروطه پهلوی هستند. در مقابل خواست اکثریت مقاومت نکنید و به انقلاب ملی ملت ایران احترام بگذارید. دم شما خیلی گرم، دم بچه محلاتون گرم. دیدید خانم آقایون اینو؟ بله جناب مهندس بعدی رو لطفاً مراقبت بفرمایید. 12 بود 13 همی دیدی؟ بله. حالا این راست فیک میک من نمیدونم اشتباه هم باشه میام اینجا رسما معذرت خواهی میکنم، میگم خانم آقا این فیک بوده، این چاخم باخم بوده. خب اینو داشته باشید. حالا اینو نگاه کنید، برید از تلویزیون ها بپرسید، بگید پیوستن تعدادی از زندانیان سیاسی در دسترس به بیانیه بازگشت به مشروطه راه نجات ایران. ما نیز به عنوان زندانیان سیاسی در بند حکومت مشروعه بر این باوریم که بازگشت به مشروطه راه نجات ملت ایران است. الناز اسلامی، بیژن رضایی، حجت الله رافعی، فریبا اسدی، کاظم علی نژاد، مهدی فتحی، یاشار تبریزی. خب اینا مگه دست کلنگ هم؟ مگه اینا زندانی نیستن؟ کدوم یک از شما ها اومدید برای اینا گفتید هورا آمدن؟ دست درد نکن جناب مهندس، آمدن بدجوری آمدن، اما همه نگاه ها رو نسرین ستوده است. آخه این اصلا این انجوجک پخیه که من خوشحال بشم این به جمع مشروطه خواه اومده؟ که اصلا تو فرض کن همه اینا که اینجا گفته شده راسته. باری کردن خانم نسرین ستوده، از بس گفتم ستوده چون توده ای هستی زمونم نمیچرخه، خیلی خوش اومدید، باری کردن، آفرین، تموش. اما تا امروز حسابات مونده، خیال نکنی مثل دیگران فرش کرد و اینور بیا میری اول صف که دیگه بری تو کراوات و کت شاه مملکت. ما گاگول نیستیم اصلا و ابدا. تا اینجا باید حساب میشه، از اینجا به بعد اومدی مثل شاهین نجفی اومدی باریکلا خوش اومدی، ولی قبلش باید به ملت توضیح بدی. اینقدر من مثل 85 میلیون ایرانی نیستم که اجازه بدم به شعورم تجاوز بشه. کسی به شعور من بخواد تجاوز بکنه به مرده و زندهش تجاوز میکنم. اونی که خیال میکنید منم، اون خودتونید. اینجا نگفتم ما، اینجا دارم حق خودم دفاع میکنم. کسی که خیال میکنه اون چیزی که اون خیال میکنه منم، اون خودشه. من 400 تا مثل شما رو سر چشمه برم تشنه میارم، با پس گردنی هم میارم تو. جناب مهندس بریم تو 14، دست درد کنه. هر کس اومد خوش آمد، اما خیال نکنید واسه تون فرش قرمز انداختیم. من رو لولو برد 43 سال خوار مادرم اون آوردین جلو چشامو. ملت شریف ایران، این جانب مهدی فراهی شدید زندانی سیاسی سابق به ندای پدر جان باخته میهن و دادخواه ملت ایران منوچهر بختیاری لبیک گفته شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان وکیل و نماینده ایران انتخاب می کنم و از آن پشتیبانی می نمایم. کازنده ایران مهدی فراهی شاهی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. چرا از اینا حمایت نمیکنی؟ چرا از این مرد زندانی سیاسی حمایت نمیشه؟ کجاست پدر پویا بختیاری؟ همه هم میدونن همین آقای پویا بختیاری یه جا اومد یه ذره زیگزار رفت محکم جلوش وایستادن. من بد میگم بد، خوبو میگم خوب. من شخصیتمو هیچ وقت به خاطر هیچ کسی سوال نمیبرم. تا امروز میگم آقای فلانی درود به شرفش. یه یارو رو آوردم براتون پخش کردم سر جریان همین تجزیه طلبی، گفتم درود به شرفت نوذری همچین چیزی اینا. بچه‌ها برای من سند فرستادن گفتم بابا این میره میشینه تو این یارو تویله هست اسم میهنم قرار کرد، یارو چیه چسبهانیه کیه میره میشینه پیش اون. هر چه دانش دارید به شاه میگه توف اون شرف بی پدر و مادر تنلش آشغالت کنن مردی که. ببینید من با کسی رو دروازه ندارم، سند بیارید یارو اینجوری سرتاش میکنم.
همیشه گفتم تا این لحظه من میگم درود به شرفت، فردا چی به شما چه بدونم، یه ساعت دیگه چی به شما چه بدونم، من نمیدونم، من فقط خودمو میشناسم. تموم شد رفت، سر اعلیحضرتم قسم میخورم به جز اعلیحضرت من به هیچ خدای اعتماد ندارم. چرا دروغ بگم؟ آدم ها رو دارن میخرن، همه رو دارن میخرن، همه رو خریدن بابا، همه رو خریدن. جناب مهندس بریم سریع تو عکس ها، دست گلت درد نکنه. 17 تا 22، چقدرم عکس بدبختی، سر سگ میزنی خواهن میاد بیرون، همه رو خریدن. آقا خب ما چقدر بدبخت شدیم، معصوم قومی به واسه ما بشه کمپوزیسیون، ای 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 تخم خاص فروش در به داغونه چرتو، دماغشو بگیرید جون از ماتتش زده بیرون. یعنی زن ایرانی اینقدر بدبخت شده، مرد ایرانی اینقدر بدبخت شده، حامد کیسه کش مرد که در به داغونه چرتو، قیافش عین چوب سیگار فتلی میمونه. جناب مهندس بریم تو عکس ها، دست درد نکنه. ملت شخصیت داشته باشید، ملت بزرگی بودید شما، ملت با کلاسی بودید شما. این چتونه؟ نسل ستوده اومده هورا زهر ما، فرحال فردا نوبت نرگس توپل آمد. چرا؟ فهمیدن آقا بو داره میاد بابا، بازگشت نظام برحق و انسانی پادشاهیه، همه میدونن آقا داره برمیگرده. تو کره مریخ هم فهمیدن. کجاست فاحشه رفسنجانی؟ سر کانا سرش میاد بیرون. پدر از روز اول طرفدار شاه بود، اصلا یه بار در گوشت آقای خمینی گفت آقا اشتباه کردیم، بریم تو مسجد بزنیم شاه برگرده. سب کن داستانا، سر گندزی لاف حالا میاد، سب کن. یاد بهروز سور اسرافیل افتاد، همیشه اینو میگفت جناب مهندس لطف کنید عکس ها رو دستون درد نکنه. خب سب کنی، حالا سالا فوتبال به شما قول شرف میدم علی پروین عکس اعلیحضرت رو بگیری بتون قوم بگی جاوید شاه، بهتون قول شرف میدم. اینا نگاه کنی، کسرا چی چالبی کالبی کلابی کلباسچی نمیدونم چی میدونید این کیه؟ این کسیه که نشسته بود پیش حامد کیسه کش و معصوم قومی، که معصوم قومی به حامد کیسه کش میگفتش که من گفتم که حامد برید همدیگر رو فالو کنید، یعنی برو رضا پهلوی وارث تاج و تخت رو برو چیز کن، برو فالو کن. این اون وسط نشسته بود. حالا اومردم اینم بهتون نشون بدم، اینم براتون امشب کله پاچه کنم، بعد بهتون میگم نفوذی اینه، وزارت اطلاعات اینه. میرحسین موسوی و رهنورد درخواست صندوق سیار در محل حذف کردن، این یکیش. جناب مهندس لطف کنید بعد اینو بشناسید، اینا رو نمیشناسید بعد میگین که این چیه درود شرفش چقدر بجوری ریش داره. پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه، یکی از شعارهای امروز مردم بود در خیابانهای تهران راجب موسوی و کروبی. ببین رژیم کی رو واسط میفرسته، بغلسی کی میاد میشینونتش. یادتون نره این وسط نشسته بود بین معصوم قومی و حامد کیسه کش. جناب مهندس سومی بعدی رو لطفا باید بفرمایید. خب جریانهای اطلاعاتی در جهان هم اطلاعات دارن هم ضد اطلاعات. نگاه کنید بعدی، مردم به ما میتوانستن با بدبینی و ناامیدی حوادث شبیه به آنچه را که در جریان انتخابات گذشته فلان و فلان و فلان و فلان. عکس موسوی بفرمایید. جناب مهندس بعدی رو لطفا باید بفرمایید. اینا جریانهای اطلاعاتی هن، اینا همشون مامورن. معصوم قومی ماموره، میدونی چقدر سند برای این برای من اومده که دیگه وقت نیست من بیارم بهتون نشون بدم. بفرمایید این تنلک ابتهاجو، این یکی از طرفدارانش کیه؟ همین ه الف سایه ابتهاج. چه خرامنده به نازه برای من گفت که کثافت به وقت خودمو بگیرم. چرا مهندس بعدی رو لطف مواد بفرمایید. آردشورون قیافته بره انگار تو چا مصاره کشیدش بیرون مرد کرد. ه الف سایه، قیافه رو نگاه کن، کفاره باید بهش بدی. نگاه کن رأی سایه آفتاب است. چه ارتفت ملت ایران هم علی مزخرفات، برای همینه میفته دنبال یاور همیشه معتاد. جناب مهندس بعدی رو تو موعد بفرمی بشناسید اینا. این تازه یه رأسشه، این یه رأسشه که اومده نشسته تو روی میز نیمکت کیا. خدا حافظ دکتر یزدی، یادتان گرامی، رفتی اینا رو با خودت نبردی. بفرما جناب مهندس بعدی لطف مهندس دیدی؟ هی الف سایه یزدی موسوی رهنورد فریبا مهوش پریوش چه بد کرد چه بر کرد نوبت بر
دقیقا درود به شرفت آقای سیاوش. آقای سیاوش فرمودن مأمور CIA، این ابراهیم یزدی مأمور دست ده CIA بود، فقط یه برنامه داشت، کشتن ژنرال های ارتش شاهنشاهی که همشون نقششون کودتا بر علیه جمهوری اسلامی بود. این فقط همین نقش رو بازی کرد، قشنگم بازی کرد. مأمورم آقا، همشون مأمورم. آقای رحیمی، امشب که حکومت نظامی نیست چه دستوری میدهید؟ خدا رحمتت کنه مرد بزرگ. روامت شاه فرمودن سربازا و مأمورین حکومت نظامی وظیفه خودشونو میدونن، بعد چیکار کنم؟ حکومت نظامی دیگه، بعد وظیفه‌شون میدونن دیگه. بفرمایید نفر بعد. برای امثال محسن رضایی و قاسم بچه کش با مقایسه به فلاحی و حسنی سعدی و این کمپوزیونه جناب مهندس، فکر کنم یکی دیگه مونده آخری رم لطف موقعت بفرمایید. کسرا چی چی کلابی چالبی کلابی کلابی چه اسمی هم داره چه چلابی 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 چه اسمی هم داره چلابی. خب کجا این اسم آوردی چلابی؟ خب حالا نگاه کنی، این سردر طویله‌ای که داره اونجا رو نگاه کنید، مسکن مهر رشت. دست درد نکنه جناب مهندس، بفرمه کسرات چلابی. وقتی اومده نشسته به اقلص کمپوزیسیون، حالا اون دست درد نکنه. اینم عرض کنم بچه های عزیز که هر ساله برای زادروز شاهدخت نور پهلوی یا ایمان پهلوی، فرح پهلوی یا اولیا از شهبانو یا خود اعلی حضرت چند تا شکلات آویزون میکنن و میذارن که هر کم بیاد یه دونه از اون شکلات برداره. درود به شرفتون. اینا بچهای میهن پرستن. اون وقت اینا باید برن تو زندان، هیچ کی اصلا نفهمه، اصلا شما هیچ کدوم تو نمیدونید اصلا این کاری کیه و چیه و جریان چیه. بعد خارج از کشور بشینه بگه هورا نسرین سیتوده اومد بعجوری داره میاد پیش مشروطه خواها، تبریک میگیم، قدم نورسیده مبارک. دیری دیری دیم دیری دیری دیم. دست درد نکنه جناب مهندس. خب جریان های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی دیدی چقدر قشنگ آوردمتون، چقدر قشنگ از عقب من لیبرو بازی میکردم، چقدر قشنگ توپ آوردم دادم به دست هافبک ها، گفتم حالا بدید به دست فوروارد که سوتی بدن که دوباره فشار بیاد رو ما، هی بلنش هیت بزنیم گردنمون کش بیاد. شما هی خراب بکنیم فشار بیارین رو ما. آره اب نداره، من و شما نداری، ما به خاکستر نشینی عادت دیرینه داریم. ما میان پرستان 1400 سال داریم کتش میخوریم از امثال نادر صدیقی ها، داریوش همایون ها. همینطوری بود که ابو مسلم خراسانی از دلش اومد بیرون، بیچاره بنده خدا رفت چیز کرد دیگه، گفت بد و بدتر بریم بد و انتخاب کنیم، زدن چکو بگه خوشم یکی کردن. ولی ببینید ما میان پرستان چقدر شرف داریم، ماله رو تاریخ نمیکشیم. در اول برنامه ابو مسلم هم میذارم در کنار یعقوب، نباید بذارم ولی میذارم. ها بله خب حالا این نیروهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی که این افراد رو میفرستن خارج از کشور برای چی این کارو میکنن؟ مجاهدین رو بزنن، این تروریست ها رو، اینا رو که خدا زده، مصدقی ها رو بزنن، اینا که همه خودشون وابسته و تریاکی و ملی منقلی هن. اصلا همه با هم یکی هن. اشتباه نکنید، همشون با هم رفیق هن. مصدقی ها عاشق تروریست های مجاهدن، از دل نهضت آزادی و جبهه ضد ملی همین اراذل و اوباش اومدن بیرون، فدایان اسلام اومده بیرون. چریک فدایی مشکلی با مجاهدین نداره، اونا میگن مولای متفقین، اونا میگن لنین متفقین، اینا میگن سالار شهیدان حسین، اونا میگن سالار شهیدان مثلا خسرو گل سرخی. اینا مشکلی با هم ندارن، دو سه تا لغت با هم مشکل دارن. هدف همشون جمل مالی یه چیزه، پهلوی ستیزی، بریدن سر میهن پرستان، زدن ایران، نابود کردن پرچم. پرچم ما از ایرانیا بگیرید، بعد یه تنلشی بیاد بشینه تو لجنجلس بگه پرچم 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 تو رو جده تو رو جده تو رو جده، که چی؟ که آقای ما رو، خدای ما رو، پادشاه ما رو ببرن زیر سایه پرچم. مملکتی که شاه نداره پرچم به چه دردش میخوره؟
الان تمام خونه من پرچم، تمام خونه من الان شاهنامه. من به چه دردم میخوره؟ من شاهی ندارم، شاه ندارم یعنی خدا ندارم، میهن ندارم، تموم شده. نه خدا شاه میهن هر چی بگه اینا یه مش بی سوادای شاولاکی رادیکالن، بزنینشون بزنینشون. خب یه تبر وردار، یه تبرم تو بردار، دو نفر دو تا تبر وردارین، یه درختم این وسطه، تو از اون ور تو هم از اون ور، هی بزنی به این درخته چپ راست، یک دو یک دو. چقدر این درخته هر چند تنومن چقدر این میتونه دووم بیاره؟ 1400 ساله با 4 تا تبر از جلو و عقب و چپ و راست دارن میزنن تو ریشه میان پرستان. بابا خیلی دممون گرم که نشستیم هنوز، خیلی دم این دختر جوان، این پسر جوان گرم که میاد شکلات میذاره میگه تولد شاه تخت نور پهلوی گرامی با خجسته باد. خیلی دم بچه ها گرم که حالا پخش میکنم دارن شعار نویسی میکنن. درود به شرف این ملتی که سرشو بریدن هنوز اومده میگه خدا اون پدر پسر بیامرزه. درود به شرف ملتی که میگه رضا شاه روحت شاد. درود به شرف اون کرد و اون بلوچ و اون گیلکی و مازنی و اون ملتی که تو چهارشنبه سوری نارنجکو میفیسه تو سر صورت این بیناموسا میگه جاوید شاه. بعد میگم بعد خوبو میگم خوب، ملت بفهمید همشون خائنن، دارن بهتون خیانت میکنن. به شرافت بشری 10 تا با آدم با شرف تو اینا نیست. میگم آقا امیر طاهری رو کشیدن بردن توی کلاب هاست، من اینا رو نمیدونم، بچه‌ها به من خبر میدن، میگن آقا بگید، میگم آقا کجا من با اینا به خود من ارتباطی با اینا آقایون ندارم، مجبورم از طریق تلویزیون بگم آقا زیر پا دارم پوست خربوزه میزنم، ببین ما چقدر معرفت داریم، داریم میگیم اگه دشمن بودیم بودیم ولش کن بذار بره، بذار بره بخور زمین. بعد همه اینا به ما فحاشی میکنن، نشستن جلسه گذاشتن، اولین چیزی که گفتن این رادیکالا نیام بشینن تو این جلسه، یکیش همین قانیفر. بعد شما با من میگین چرا من از اینا انتقاد میکنم؟ که بعد بیام عکس قانیفر رو به شما نشون بدم بغل دست محسن رضایی؟ یه معلم روستایی بعد بیاد بخواد به من درس بده با 200 تا لغت حفظ کرده بخواد بیاد مثلا سوار من بشه؟ بعد قیافه آدم متشخص و قیافه آدم باسواد به خوش بگیره؟ با 20 تا لغت با من بازی کنه؟ دیگه بازی با من مارمولک بازی؟ آقا مگه ادعا نمی‌کنید در حضور ملت ایران نوشته هاتون رو بذارین کنار، مرد و مردونه بشین گفتگو کنی، هر تمایی هر چی تو می‌خوای بیا راجعمون بشیم صحبت کنیم. آقا ما بفهمیم اینو کجای داستان ایستادیم، ما بفهمیم آخه ببینیم کجای این داستانیم. یه دفعه میگه حزب ایران نوین، حزب رستاقیز، یه دفعه یکی میاد مجله فریدون، آخه چیه چه خبره؟ بعد همه چی رو بابا از ایران هنوز نرسیدن به هنوز عرقشون خوش نشده، ببینید یه میز گذاشتن اعلیحضرت نشسته اینا میشه مقرس اعلیحضرت. حالا ما اینا رو میگه آقا حسودیت میشه، بابا به پیر و پیغمبر اون شاه مال شما. من اگه میخواستم تو این 40 سال خودم به اعلیحضرت بچسونم اینقدر بودن بابا، ما هم بالاخره دور و بر اون 4 تا تیمسار بود که دست ما رو بگیرن بزن تو دست اعلیحضرت که تا همین الان بغلش نون بخوریم، تا قاهره باهاش بریم، سر خاک لیلان بریم، شاه دوخ نکنید، محبوب دل ملت باشید، وگرنه قلم به سلم با حرف زدن کاری نداره، کتابی حرف زدن کاری نداره. ما میخوایم ملت بفهمن ما چی میگیم، ما که نیومدیم ادا در بیاریم، شما شدیم روشنفکر ادایی. محبوب دل مردم باشین، نه مشهور بشین. مشهور شدن که کاری نداره، خب علی منقلی هم مشهوره. الان شما بیا برو تو ایران بگو علیرضا نوری‌زاده، بگو رضا احمدی، کی رو بیشتر میشناسن؟ اونو بیشتر میشناسن. برو بگو کی محبوب دل مردمه، محبوب دل مردم باشین. علی دایی رو همه میشناسن، علی پروین هم همه میشناسن، ناصر حجازی هم همه میشناسن. برید ببینید کی محبوب دل مردمه، محبوب دل مردم باشید. ما میخوایم برای ملت خدمت کنیم، ما باید خدمتگزار ملت باشیم. رضا پهلوی وارث تاج و تخت شاه مملکت میگه آقا من رضا پهلوی هم نبیشتر، من هر جا رفتم نوشتم رضا پهلوی. بابا یاد بگیرین از این مرد. پس چی یاد گرفتین شماها؟ اسامی مثلا یادمون رفت، حالا ولش کن میذاریم برای جمعه چهارشنبه ایم. آره آقا وقت هست آلس کلا، پس لطف کن پخش کن. Thank you.
چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن افسوسم که خاره‌ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است. مهر تو چون شاد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی اندیشی دارد این جان من، پاینده مان خاک ایران من. سپاس از شما جان مهندس هاشمی گرامی، درود به شرفتون بچه‌ها، باریکلا دمتون گرم، ای والا کارتون رو ادامه بدین، سرد نشین بچه‌ها، کارتون رو ادامه بدین، دمتون گرم، همینطوری شعار نویسی ها رو ادامه بدین، ادامه بدین، پادشاهمون رو برگردونید، برش میگردونید، محکم بایستید، اصلا جا نزنید، اصلا جا نزنید، برش میگردونید. رژیم جمهوری اشغالگر اسلامی 100% رفتنیه، شکی نکنید، فقط گوش کنید به حرفای میهن پرستان، فقط گوش کنید به حرفای میهن پرستان تا پیروز بشیم. اسامی رو میگم حضورتون مرخص بشه. میهن شاه $50 سپاس از شما. ایران دوست از شیکاگو $25 سپاس از شما. آندره آلمان $35 سپاس از شما. رعنای نوجوان از ترکیه $100 سپاس از شما. روبرت جانسار خاندان پهلوی شیکاگو $100 سپاس از روبرت عزیز. بانو زند $30 سپاس از بانو زند. سرباز دور از وطن $50 سپاس از سرباز. آرش عزیز ما هم از هامبورگ €20 دست درد نکنه آرش جان. ایران شهر از مونیخ با به یاد رضا فاضلی استاد عزیز روان شاد $40 دست درد نکنه ایران شهر عزیز و اینکه یاد میکنید این بزرگانو. فرشید اقامنشی هم از آلمان €5 دستتون درد نکنه. اما آقای فرشاد و خانواده از اورنج کانتی که همیشه لطف و محبت میکنن و زحمت میکشن برای تلویزیون ایران آریایی، متاسفانه پدر عزیزشون رو جناب سرهنگ مسعود محمدی، سرهنگ شهربانی رو از دست دادن. روانشون شاد، روانشون واقعا شاد، جناب سرهنگ مسعود محمدی، سرهنگ شهربانی، که از طرف ایران آریایی همه میهن پرستان تسلیت میگیم به خانواده شما آقا فرشاد و امیدواریم که در ایران آینده در مزار این بزرگان بریم و ادای احترام بکنیم. روان پدر گرامی شاد. همسر ایشون، همسر جناب سرهنگ مسعود محمدی، سرهنگ شهربانی، لطف کردن $500 به یاد جناب سرهنگ، که سپاس از همسر ایشون و بازم تسلیت به آقای فرشاد و خانواده محترمشون از اورنج کانتی. امیدوارم که بقای عمرتون باشه و تسلیت ما رو بپذیرید، ما رو هم در غم خودتون شریک بده. سپاسگزارم از همه شما خانم آقایون، از جناب مهندس سیاوش گرامی تا آدینه که در خدمتتون خواهیم بود. مبارزه بچه ها ادامه داره، جمعه میام و ادامه بحثمون هست. تا با هیچ کس ما دعوا نداریم، سر جنگ و دعوام با کسی نداریم، ولی تکلیفمون روشن بشه که کاس و کوزه فقط سر یکی شکسته نشه. بابا به خدا همه مقصرن به جز اعلیحضرت. اصلا اعلیحضرت زینف جریان نیست،
ایشون هم دارن تخریب میکنن. زو تا جمعه، پاینده ایران، جاوید شاه.